دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. دوستان ما، هم‌میهنان عزیز، جوانا از داخل کشور، یه جماعت زیادی گویا بر اساس کلیپی که پخش شده از رئیس جمهور یا به عبارتی رهبر روسیه پوتین، من یک مرتبه دیدم خیلی ها نوشتن آقای احمدی روی این موضوع صحبت کنید امشب، که من با کمال میل من در خدمتون هستم، ولی اجازه بفرمایید اولش من یک توضیح کوچیکی راجع به این صحبت هایی که شده، این کلیپی که برای منم فرستادی زیرنویس فارسی داشت و من یک مطلبی رو حضورتون عرض کنم. اما پیشاپیش از ضمن سپاس از همه باقی مانده میهن پرستان واقعی
خواهش میکنم طبق روال همیشگی خودمون نظر لطفتون رو داشته باشید نسبت به سنگر ایران آریایی و نسبت به برنامه میهن پرستان. خیلی ممنون میشم از حضورتون و زنگ بزنید جناب سیاوش عزیزم هستند و ممنون میشیم که لطف محبت بکنیم. میدونم هممون در چه شرایطی هستیم ولی به هر حال ادامه حیات سنگر بستگی به لطف و محبت و کمک شما داره. اما یه مطلبی هم بگم، روز چهارشنبه اون عکسی که من نشون دادم از جزیره گوادالوپ، گویا من هلموت اشمیت رو گفتم، هلموت کول ببخشید، اون ابلهی که سمت چپ بود صدر اعظم آلمان، هلموت اشمیته که من گفتم دکتر هلموت کول، عذر میخوام از حضورت. اما ببینید از همیانان عزیز، بچه های جوانان و جوانان، این مطلبی رو که این حرفایی رو که برای من فرستادید از رهبر روسیه، باید با مسائل ریشه‌ای برخورد که من قول داده بودم راجع به یه سری مسائل دیگه باهاتون صحبت کنم. حالا امیدوارم بتونیم به هر دو موضوع برسیم. من حقیقتش خودم نمیخوام با شماها وارد یک بحثایی بشم که عموم جامعه پذیراش نیست و من اساسا برای باز کردن چنین بحثای اینجا نیومدم، برای صحبت راجع به این مسائل اینجا نیومدم. من به عنوان یک شخصی که فعال سیاسی اومدم اینجا خدمتون، یعنی شما منو به عنوان یک فعال سیاسی قبول کردید، نه به عنوان شخصی که مثل دیگران خب دوستانم بهشون بگن استاد، آقا دکتر، خانم دکتر، نمیدونم آقا مهندس، آقا پژوهشگر، الانم که دیگه استاد و پروفسور مود شده. و من اکثرا در برنامه‌ها تاکیدم بر این هستش که من یک سرباز کوچکم و هیچ سوادی هم ندارم. متاسفانه ما باید شخصیت خودمون رو آنطوری که واقعیت نداره، اونطوری که شخصیت واقعیمون نیست، در جامعه کنونی ایرانی، در این بخش جامعه به اصطلاح سیاسی ایرانی اونطوری نشون بدیم، در حالی که اون شخصیت واقعی ما نیست، اون نوع نگرش ما نسبت به زندگی نیست، اون نوع برخورد ما نسبت به زندگی نیست. ولی وقتی شما میبینید در برابرتون یک مش شیاد، یک مش دروغگو، یک مش فاسد، یک مش شالاتان و یک مش انسان‌هایی که در ظاهر انسان، یک مش جانورانی که نه به پندار نیک، نه به گفتار نیک، نه به کردار نیک، به هیچ اصولی جز به پول، جز به دلار به هیچی فکر نمی‌کنن، خب طبیعی است که ما متاسفانه باید یک شخصیت دیگری از خودمون نشون بدیم. نه اینکه من آدم چند شخصیتی باشم، نه، حقیقتش من همین آدمم و چیزی پشت و رو ندارم. منتهای مراتب کلام ما باید با کمال تأسف کلامی باشه که در حد شخصیت این اراذل اوباش باشه که به اسم دروغین مبارز در طول این سالها به جز دروغ و نیرنگ و حق بازی و شالاتانیسم چیزی شماها ندیدید که آخرین برگاشون هم دارن زمین میزنن. یه روز میگن شورا میخواییم درست کنیم، یه روز میگن که میخواییم بریم تو فلان شهر بشینیم دوره هم دیگه، مثلا گروه درست کنیم، جمهوری طلبان، دیگه هم نگید جمهوری خواهان، جمهوری طلبان میشینن مثلا در لندن، در شهر کل، مرکز کمونیست ها یا در برلین. اون میگه من مال نمیدونم حزب کارگرم، اون میگه من مال دهقانم، اون میگه پیشه‌ورم، اون میگه من نمیدونم خلق اهوازم، اون میگه من خلق نمیدونم فلانم، همینطوری مزخرفات میگن، به هیچی هم نمیرسن چون یه مش دوز دور هم دیگه جمع شدن، هم هم دنبال پست و مقامن. و یه عده میان میگن انقلاب سفید میخوایم راه بندازیم، بعد میگن ارتش سبز راه میندازیم، بعد میگن نمیدونم دولت در تبعید میزنیم، بی سوادن، نمیفهمن، مفاهیم رو درک نمیکنن که دولت در تبعید تعریف داره، این دولت در تبعید. حالا من اینجا یه نقطه بذارم تا به حرف شما، به درد دل شما برسم، اگر رسیدیم به جواب اینا رو هم خواهیم. به هر حال من نمیخوام وارد این بحثا بشم، منتهی مراتب چون میبینم خب شما
شما خواستید که من اینجا باشم، پس بنابراین منم تابع نظرات شما و تابع عرض کنم حرفای شما هستم، هرچی شما بخواید من در خدمتون. پس اجازه بدید با موضوع رو ریشه‌ای باش برخورد کنیم که پرونده رو ببندیم. مثل همه صحبتایی که با هم داشتیم در رابطه با اون صحبت کردیم، پرونده رو بستیم و دیدید که سوالی هم براتون پیش نیومد، یا اگر پیش اومد خیلی کم بود تعدادش، که من در همون تلگرام پاسخ دادم خدمت. ببینید تمام دعوا در جهان از موقعی که بشریت خودش رو شناخت بر سر سه موضوع: زمین، نیروی کار و سرمایه. این کل دعوای کره زمین، یعنی کل دعوای بشریت روی کره زمین. وقتی که شما زمین دارید باید نیروی کار داشته باشید، یعنی کارگر داشته باشید. اما داشتن زمین و داشتن نیروی کار این فقط لازم نیست، کافی نیست، بلکه سرمایه هم لازمه. یعنی این سه باید دست به دست هم بدن تا بتونن در یک تعریف کلی اقتصادی بهش میگن عوامل تولید، زمین، نیروی کار و سرمایه، که اینا عوامل تولید رو تشکیل میده. از این ابزار زمین، نیروی کار و سرمایه هر مکتبی، هر ایدئولوژی برای خودش اومد یک تعریفی رو کرد. این چیزایی که شما برای من بعض موقع می‌نویسید، برای آقای احمدی من نمی‌فهمم مثلا گلوبالیسم یعنی چی، یا این جریان پروپاگاندا یعنی چی، یا مفهوم واقعی مثلا لیبرالیسم، یا یک چیزی که جدیداً نه مثلا دیروز، این مدتی بر سر توی واژگان مکتب سیاسی اومده به نام نولیبرالیسم ها، یا از این واژه های جدید غیر و گذالک. اینا تعریف مفاهیمی چیه؟ به خاطر اینکه شما وقتی میرید اینا رو توی اینترنت میخونید، یا احتمالاً امیدوارم تو کتابا بخونید، چون اینترنت رو زیاد نمیشه بهش اعتماد داشت، نه که همش بد باشه، ولی منبع خبر خیلی مهمه دوستان. همیشه شما اخباری که برای من میفرستید من میپرسم منبع خبر چیه. به هر حال این دلیلش این هستش که چون ریشه نیست توی مغزتون، به عبارتی چون یک مرتبه شما میاد با یه واژه‌ای به نام گلوبالیست روبرو میشید، گیج میشید، شوکه میشه، مغز میگه این چی بود، اینو من چجوری باید تو سلولای خودم تجزیه تحلیلش کنم. در طول حداقل 7-8 دهه اخیر، 6 دهه اخیر ما اینقدر شنیدیم کمونیست، 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 این ورد زبونمون شده، یا شنیدیم کاپیتالیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم، این دیگه ورد زبونمون شده، اصلا راحت میتونیم تلفظش بکنیم. ولی یک مرتبه یک واژه نوعی که میاد ساختارهای فکری ما رو به هم میریزه که این چیه، و بعد هر کس هم میاد از گرد راه که میرسه، حالا یه اندیشمند امریکایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یه تئوریسین روسی، چینی، فرقی نمیکنه، یک ایرانی اندیشمند صاحب نظر ایرانی میان و اینا تعریف های خاص خودشونو میکنن، چون هنوز در جامعه جا نیفتاده و جواب نداده سیستم. الان دیگه هیچ کس نمیتونه بیاد مارکسیسم رو به حال خودش تعریف بکنه، یا کمونیست رو به حال خودش، به وصف شعور خودش، سواد خودش تعریف کنه. کسی الان نمیتونه بیاد، خیلی ساده عرض کنم، به عشق خودش تعریف بکنه کاپیتالیسم یعنی چی. کاپیتالیسم مکتبی است که جا افتاد و کارنامه داره، نمرات خودش رو به بشریت نشون داد، یک اثراتی رو خودش به جا گذاشت. ما کاپیتالیسم رو میشناسیم. من نمیتونم بیام اینجا کاپیتالیسم اونجوری که دلم میخواد تعریف کنم. خیر، تعریفش کاملا واضح و روشنه. یک مجموعه میگن که این مجموعه دنبال چیست؟ دنبال نیروی کار، دنبال دادن خدمات به جامعه است، یعنی عرضه کردن کالا، و به دنبال گرفتن سود
و به عبارتی تصاحب سود، دادن ضرر بسیار کم تا اونجایی که امکان داره، نه اینکه ضرر نده. کاپیتالیست میدونه یک بخشی، یک درصدی رو همیشه میذاره برای ضرر، ولی تا اونجایی که امکانش هست این ضرر کم باشه، سود بیشتر، ضرر کمتر، و دستمزد باید بده. این رو کاپیتالیست میدونه، تا اونجایی که براش امکان داره نیروی کار ارزون بخره، تهیه بکنه، در دست داشته باشه، بعد به منابع ارزان طبیعی در جهان دست پیدا کنه، مثل نفت، مثل سنگ، مثل عرض کنم گاز، مثل زغال سنگ، حالا هرچی که منابع طبیعی ما اسمشو بگذاریم، و بتونه اینها رو ارزون بگیره، بعد با نیروی کار کم، با دستمزد کم سود بیشتری داشته باشه. این یک تعریف کلیش از کاپیتالیسم، سرمایه دار، به قول فرانسوی ها اون فلسفه بورژوازی، اون ساختار سرمایه های که ما ازش نام میبریم. پس یک تعریف مشخصیه و کاپیتالیست یک کارنامه‌ای داره که هیچ کس دیگه نمیتونه اینو بالا پایینش بکنه. اما امروز جهان با یک سیستم نوینی روبرو شده، با یک سیستمی که یک عده‌ای دوست دارن بهش بگن نظم نوین جهانی، و یک عده‌ای دوست دارن بهش بگن که دوست دارن بگن، هنوز جا نیفتاده، هنوز جنگ و دعواه که از توش کرونا میاد بیرون، و یه عده‌ای دوست دارن بهش بگن هرج و مرج جهانی، یه عده‌ای دوست دارن بهش بگن به این وضعیتی که در جهان هست بگن یک نوع نظم نوین اقتصادی، یک عده‌ای دوست دارن بگن، دوست دارن یعنی بر اساس منطق خودشون، اون استدلالای خودشون بگن که هرج و مرج اقتصادی جهانی. هر دو طرف هم معتقدن که ما داریم درست میگیم، هر دو طرف هم یه سری اسناد و مدارک میارن، دفاتر و اسناد رو میارن میذارن رو میز با آمار و ارقام که ماها سر در نمیاریم، چون کار ما نیست، کار آدمای عادی مثل ما نیست، کار یک سری کارشناسان اقتصادی است که کسانی که سالیان سال در اون ساختمان هایی که در هر ثانیه چند ده میلیون دلار، چند صد میلیون دلار، چند ده میلیارد دلار داره جابجا میشه، میدونن مسئله بورس جهانی یعنی چی، بالا و پایین شدن قیمت نفت یعنی چی، چرا یک مرتبه نفت بالا میره پایین میاد، تجارت جهانی معناش چیه، عرض کنم معنای واقعی تورم، ما یه چیزایی بلدی، مثلا میگیم تورم معنیش اینه یا بالا پایین شدن ارز معنیش اینه، فقط در همین حد، و ما نمیتونیم ریشه ای بدونیم که مسئله وقتی میگن تورم جهانی به 1.2% مثلا رسید یا مثلا به 0.3% رسید، همچین چیزی. بعد سود و ضررهای بانکی رو، معاملات و معادلات جهانی رو بلد نیستیم، طبیعی هم از خب رشته ما نبوده، کار ما نبوده، شما باید 30 سال 40 سال تو این جهان اقتصاد رفت و آمد بکنیم، ولی در یک تعریف خلاصه و خودمونیش این هستش که کاپیتالیسم معناش اینه، و این دیگه تثبیت شد تو دنیا، این تعریف موند. یا سوسیالیسم در جهان تعریفش کاملا مشخص شد، بعد از اون همه کلنجار بالاخره مشخص شد که کمونیسم حرف بالا و پایین و اول و آخرش چی بوده. یا سرانجام پس از میشه گفت حدود اگر اشتباه نکنم 5 دهه تقریبا جنجال بر سر واژه‌ای به اسم، لغتی به اسم لیبرالیسم، که این بوده نه اینکه نبوده، ولی خودشو به زور آورد وارد این کارزار لغات سیاسی جهان کرد. لیبرالیسم بالاخره تونست یک معنایی از خودش در جامعه جهانی به جا بذاره، اومد برای خودش یک تعریفی رو نوشت، یک انشایی نوشت که آقا منی که اسمم لیبرالیسته، برنامه‌م اینه، طرحم اینه، موضوعم اینه. این جهان پس از جنگ، پس از سال 2000، پس از به عبارتی اون جریان حمله 11 سپتامبر، و جهان وارد یک عصر نوینی شد، همه هم میگفتن این سال 2000 چه خواهد شد و فلانا، که بعد از حدود یک سال بعد که اون واقعه بشری به وجود اومد، خیلی از متخصصین جهان، خیلی از کارشناسان سطح بالای جهان، کسانی که جزو
میشه گفت کارگزاران سیاسی جهان هستن، کسانی که در جهان حرفاشون معنای خاصی داره، میتونه در چند سال آینده، شاید در یک دهه آینده اثرگذار باشه، نظریه پردازن، صاحب نظرن. اونها گفتن که پس از این جریان حمله 11 سپتامبر دنیا یک ورق خورد، این تاریخ یک ورق خورد، یعنی اون روندی که دنیا درش بود و داشت میرفت اون روند متوقف شد. چه کسانی اومدن و اون حرکت جهان رو، حالا اون حرکت جهان صحیح بود ناصحیح بود، به یک انتهای، به یک بهشتی میرسید، به جهنم میرسید، یک انتهای قشنگی داشت، یک انتهای زشتی داشت، اونو ما نمیدونیم، ولی روند جهان اون بود. یک مرتبه این 11 سپتامبر که هنوز در پرده از ابهامه، من برای خودم یک طرز فکری دارم، شمای بیننده عزیز برای خودت یه طرز فکری داری، یک نظریه داری، هر کدومون یک نظریه داری، ولی آنچه که مسلمه و کاملا واضح و روشنه این است که ما پشت پرده رو نمیدونیم که این چه بود 11 سپتامبر. یک بن لادنی که توسط دولت امریکا اول تغذیه میشه، مسلح میشه، یک سرمایه‌دار عربستان سعودی و بعد میره افغانستان و بعد دو مرتبه برمیگرده عربستان وقتی مسائل افغان تموم میشه و بعد مجددا درگیر میشن و این مخفی میشه و چه میشه و میگن آی تو سومالی دیدیمش، تو سودان دیدیمش، تو اتیوپی دیدیمش، شاید رفته ایران، شاید رفته، مثل همینطوری یک مرتبه سر از امریکا، سر از افغانستان در بیاره و اون جریان به وجود بیاد و اون داستانایی که همه ما از فقط از طریق مطبوعات شنیدیم، ما که تو کل قضیه نبودیم، و سرانجام پیداش میکنن تو پاکستان و به گفته میکشنش و میندازنش توی اقیانوس هند و پرونده بن لادن بسته میشه. ولی مسیر جهان عوض شده بوده، یعنی با مرگ بن لادن این نبود که بگن اون حرکت 11 سپتامبر پروندهش عوض شد. خیر، اون جریانات فکری که بن لادن رو علمش کردن، همینجا من داخل پرانتز اسم چند تا کشور بیارم: ایالات متحده امریکا، بخش جمهوری خواهش، بخش دموکراتش، دولت انگلستان، دولت روسیه، یا حالا پرانتز رو ببندیم بیایم رو ایدئولوژی ها بگیم، بخش کاپیتالیسم جهان، بخش شکست خورده کمونیست جهان، بخش نوپای سوسیالیست های نوین جهان که حالا اومدن اروپا رو قبضه کنن، یعنی در از همون چپ جهان که حالا کراوات به خودشون آویزون کردن در اروپا که از دلش ماکرون میاد بیرون، از دلش اون نخست وزیر ترزا می میاد بیرون، نخست وزیر سابق انگلیس میاد بیرون، از دلش گرهارد شرودر آلمانی میاد بیرون، از دلش حاج حسین اوباما میاد بیرون. ما نمیدونیم. آنچه که مسلمه قضیه بر این هستش که 11 سپتامبر توسط یک جریان فکری در جهان به وجود اومد که به صورت ظاهر قضیه، آن چیزی که ما داریم روی این تخته سیاه داریم میبینیم، این جریان فکری یک اسلام رم داره با خودش یدک میکشه. یعنی بن لادن به عنوان یک مسلمان، با شیعه سنیش کار ندارم، به عنوان یک مسلمان دست به یک حرکتی میزنه بر علیه شیطان بزرگی که حدود 30 سال پیشش یک بیمار روانی به نام خمینی که همون شیطان بزرگ کمک کننده او هست که بیاد و یک دولت مقتدر و یک کشور متمدن، یک قوم متمدنی رو، ایرانی ها قوم وحشی نیستن، یک قوم متمدنی رو با یک تاریخ و یک پیشینه تاریخی رو له و لورده بکنه که همون شیطان بزرگ کمکش میکنه بیاد، وقتی وارد ایران میشه میگه هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید، امریکا شیطان بزرگ است. و بعد از 3 دهه بعد یک مرتبه بن لادن میاد و میگه که امریکا شیطان بزرگ است، حالا با مفاهیم دیگه، با واژه‌های دیگه. و این نشون میده که یک چیزی این وسط علم شده، یعنی یک داستانی رو، یک ایدئولوژی رو این وسط علم کردن در کنار کاپیتالیسم، کمونیسم، حالا به نام اسلامیست.
چه کسانی پشت این جریان اسلامی خوابیدن، بیشک و تردید آنچه که عقل من به من میگه خود کشورهای اسلامی نمیتونن باشن. چرا؟ چون اساسا جهان اسلام که ما میخواییم 4-5 تا درشتاشو سوا کنیم، از نظر مالی یکیش عربستان سعودیه، یکیش عراقه، یکیش کویته، یکیش ایرانه، یکیش لیبیه، و بعد چند کشور اسلامی دیگری که کلیدی هستن در بین جهان اسلام، مثل اندونزی، مثل مالزی، مثل مصر، تونس، مراکش و کشورهای دیگری که اونجا کوچولو موچولو هستن، امارت و عمان و چه و چه، اینها قادر نبودن که بتوانند در برابر دو مکتبی که اساس جهان رو حداقل اگر ما 1917 رو بخوایم به عنوان شروع یک انقلاب کمونیستی حساب بکنیم و بعد برسونیمش به جریان جنگ جهانی دوم که یک فلسفه، یک ایدئولوژی جدیدی به نام نازیسم که از دلش فاشیسم بیرون میاد، ما اگه بخوایم اون مبدا رو از 1917 بذاریم، این ریشه دونده بوده. اسلام نمیتونه بیاد از 1979 انقدر قوی بشه با اومدن خمینی که در 11 سپتامبر دست به یک چنین عملیات واقعا اعجاب انگیزی بزنه از نظر لرزاندن تن جامعه سرمایه داری. این باورش بسیار سخته، شاید باشه، من نمیتونم به این سادگی باور کنم. بنابراین این روندی که از 11 سپتامبر آغاز شد، الان رسیدیم ما به سال 2020، یعنی ما هنوز 20 ساله، هنوز یک قدم، نیم قدم، هیچ قدمی برداشته نشده که ما بگیم 100 سال گذشت از سال 2000. هنوز ما اوایل کار هم نیستیم، 20 سال گذشته. در طول این 20 سال وقتی که شما نگاه میکنید به اطراف خودتون، میبینید که با این همه اختراعاتی که از نظر فناوری‌های اطلاعاتی، از نظر فناوری‌های علمی و حتی صنعتی در جهان به وجود اومده، جهان یک پروسه بسیار بسیار اعجاب انگیزی رو طی کرده. جهان از سال 2000 تا الان، تا 2020 که هنوز در اوایل 2020 هستیم، در طول تقریبا این 20 سال اخیر با اون همه مشکلات، یکیش مثل 11 سپتامبر، مثل اون جریان سونامی که راه افتاد، یعنی راه نیافتاد، راهش انداخت، مثل کرونا، جنگ های زیادی رو که دید، مثل جریان عرض کنم یوگوسلاوی، جنگ عراق هم به افغانستان، عرض کنم جنگ های داخلی در افغانستان، ریخت و پاشی که الان در خاورمیانه هست، ترورها، بمبگذاری ها، یهودی کشی، مسیحی کشی، مسلمان کشی، درگیری هایی که در جنوب شرقی آسیا همچنان بود، ورود چین به عنوان یک قول جدید اقتصادی به جهان، باز شدن درهای شوروی که تبدیل به روسیه میشه، تولد یک پدیده جدیدی، یک شخص جدیدی به نام پوتین که تبدیل به یک قدرت قطب واقعا عظیمی در جهان میشه، بعد به زوال رفتن و به عقب کشیده شدن ایالات متحده امریکا توسط نیروهای چپی که وارد کاخ سفید میشن و امریکا رو تضعیف میکنن، اتفاقاتی که در آلمان میفته، درگیری هایی که بین چپهای آلمان و قسم اون بخش سرمایه‌داران آلمان میشه و اتفاقاتی که در فرانسه میفته، دولت هایی که در فرانسه به سر کار میان، هیچ کدومشون نمیتونن به طور مطلق بر کل کشور فرانسه حاکمیت داشته باشن، به جز یه دوران کوتاهی که میتران تونست این کار رو بکنه، و و و و و حتی و حتی تزلزلات سیاسی شدیدی که در خانه شماره 10 در لندن میفته که فقط به خاطر اون قدرت امپراتوری انگلیس نذاشت که این ترک بخوره این در خانه شماره 10 و به هر ترتیبی بود نگه داشت، کسافتکاری هایی که در خاندان سلطنتی انگلیس بود که مدام در موضوع رو میذاشتن. یعنی جهان با طی کردن یک چنین مسائلی که در طول این 20 سال پشت سر خودش گذاشت، اما فناوری های اطلاعاتی و این همه تکنولوژی که ما شاهدش هستیم، پیشرفتش به حدی سریع بود که بدون
کوچکترین شک و تردیدی بشریت سالهای 2000 تا 2020 یک چنین پیشرفتی رو حتی از سال 1945 پس از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 2000 یک چنین پیشرفتی رو بشر ندیده بود. خیلی راحت شما میتونید نگاه بکنید ببینید حتی به نوع تبلیغاتی که از سال 1945 بوده تا 1900 تا سال 2000 تبلیغات رو ببینید در تمام زمینه ها، حتی فضایی، اختراعاتی که شد، اکتشافاتی که شد در زمینه پزشکی، فیزیک، شیمی و پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌هایی که در موسیقی بود، در صنعت سینما بود، در ورزش بود و و و وقتی شما همه رو کنار هم می‌ذارید می‌بینید اون پیشرفت‌ها به اندازه این 20 سال نبوده، که این خودش متأسفانه یکی از دلایل بد بود، یک نشانه‌های بدی رو داشت، چون مثل جریان شورش 57 در سال 1357 که یک بخشی از جامعه ایران با کمک ارتجاع سرخ و سیاه دست به یک شورش زدن، نه به یک انقلاب. انقلاب یعنی دگرگونی. چرا دست به اون شورش زدن؟ چون به دلیل پیشرفت‌های غیر قابل تصور، غیر قابل تصور که حتی بخشی از دولت مردان دوران طلایی آریامهر بزرگ هم براشون هضم یک چنین پیشرفت‌های غیر قابل تصور بود. خب یک جامعه این نتونست اون پیشرفت‌ها رو قبول نتونست بکنه، نکشید. اون بخش مذهبی جامعه به ویژه در بین آخوندها، در بین بازاریان و بخش جامعه به اصطلاح متوسط پایین جامعه، چون خیلی دوستان بگن فقرای جامعه، نه ما فقیر نداشتیم، متوسط پایین جامعه، کسانی که میتونیم بگیم خیلی راحت بگیم کارگران و کشاورزان، روستاییان کشور ما، اونا نتونستن این پیشرفت، حتی بخش یک بخش قابل ملاحظه ای از طبقه متوسط جامعه ایران نتونست اون پیشرفت ها رو قبول بکنه، بدنش نکشید. مثل که الان منو بذارن توی یه دونه از این کپسولا منو بفرستن کره ما، خب من به 100 متری کره زمین برسم چون بدنم منفجر میشه، چون آمادگی ندارم. یا مثلا آدم بکنن یه تو 20 متر زیر آب، چون باید تمرین داشته باشی، آمادگی داشته باشی از نظر جسمی، همه چی باید آماده باشی که اون فشار هوا رو، چه زیر زمین چه بالای جو میخوای بری، اون فشار جو یا زیر آب میخوای بری اون فشار رو بتونی، فشار آب رو بتونی تحمل کنی. به هر حال این فشار رو نتونستن، ملت ایران نتونست تحمل کنه، که دست به یک شورش کور زد بر علیه خودش، در از یک خودکشی جمعی کرد. این بشر از سال 2000 تا سال الان که هستیم 2020 با یک چنین تحول عظیمی روبرو شده. این تحول عظیم باعث شده که یک بخش بزرگی از جهان، چون ما جهان رو فقط نمیتونیم به ایالات متحده امریکا، به آلمان، انگلیس، فرانسه، هلند، سوئد، بلژیک، به این کشورها، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، به این کشورهایی که خب به هر حال پیشرفت کردن، به اینا نمیتونیم خلاصه کنیم. تازه ما راجع به همین کشورها هم که داریم میگیم، مثلا ما میگیم امریکا، ما راجع به باز هم یک بخشی از امریکا صحبت کنیم، همه جامعه امریکا که راکفلرها نیستن که، همه جامعه امریکا که ترامپ نیستش که، همه جامعه امریکا اون سرمایه‌دارها نیستن که در برج‌های چند صد طبقه در نیویورک هستن یا دفاتر عظیم مالی و تجاری در لس آنجلس و سان فرانسیسکو و شیکاگو و میامی و نمیدونم واشنگتن این ور دارن. بنابراین یک بخش بزرگی از جهان، حالا ما محض گفتن یک عددی، اگه ما بگیم این جهان رو از 0 به 100 بخوایم تقسیمش بکنیم، یه چیزی حدود 10 تا 15 درصد این جهان قبول کرد این تکنولوژی رو، چون خودش دخیل بود در این تکنولوژی. اون بخش کاپیتالیسم جامعه بود که براش سودآور بود، اینترنت براش سودآور بود، تلفن‌های هوشمند براش سودآور بود، چه در خرید و فروش، چه در عرض کنم جابجا کردن کالاهاشون، به هر حال برای خدماتی که این وسایل به اونها میداد، اونها براشون نونآور بود، سودآور بود. شرکت هایی که تأسیس شد، کارگرانی که استخدام کردن، پروژه هایی که پشت سرش اومد و تبلیغاتی که شد و چه و چه و چه، مجموعا دست به دست هم داد 15 درصد از جمعیت جهان رو نه تنها راضی کرد، بلکه به یک سرمایه نجومی رسوند. یک 15 درصدی هم نه اینکه بدش اومد، نه اینکه خوشش اومد، لذت برد و عنوان یک بازی به این جریان نگاه کرد، یک بازی که کارام هم را میندازه. خب مجانی تلفن میزنم، منم میتونم برم اینترنت، منم میتونم از راه دور مامانم رو ببینم، بابامو ببینم، همسرم ببینم،
منم مثلا فرضا دیگه اگر زبان بلد نیستم احتیاج نیست سوال کنم، این خودش برای من یک راهنمایی هست در این حد. این میشه 30% جامعه جهان، یعنی در بهترین حالتش و خوشبینانه ترین حالتش این 30%. ولی 70% جامعه جهانی به دلیل عدم دانش و اینکه اساسا فاقد دانش‌های تکنولوژی بودن، چرا که هنوز از نظر روحی و روانی وارد سال 2000 نشده بودن، تقویم عوض شده بود، مغزها عوض نشده بود. اونهایی که در افریقا بودن هنوز در قبیله زندگی میکردن یا در روستاهای بسیار دور افتاده، در روستاهایی که هنوز در ابتدایی ترین وسایل بود، خیلی هنوز از تو چاه میرن آب میکشن بیرون با سد. بهداشت معنا نداره، آموزش و پرورش معنا نداره، ورزش معنا نداره. اصلا اون کشور در دنیا صاحب اسمی نیست. یه نفر رفته نیست تو سازمان ملل، مثلا میگه این نماینده اوگاندا در سازمان ملله، این نماینده مثلا این کشور ساحل آج در سازمان ملله. اکثرا خود کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، بخش عظیمی از آسیا به ویژه قسمت آسیای جنوب شرقی و آسیای دور، اون خاور دور به عبارتی، حالا به جز ژاپن و کره جنوبی، ولی به هر حال یک بخش بزرگی از جهان نتونست تحمل بکنه این، یعنی تحمل که نتونست بکنه به این دلیل که دانششو نداشت. شما نمیتونید تلفن رو که الان دست بنده و شما هست اینو مثلا بری بدی به یک جوانی که در مثلا فرض بفرمایید در کشور موزامبیک زندگی میکنه، در کشور اوگاندا زندگی میکنه، در چه بدم یک کشور آفریقایی، اصلا بدی مثلا به دست یک جوانی که الان در کشور هندوراسه، یا مثلا یکی که در جامائیکاه، یا یکی که در همون جزایر، همون جزیره جزایر، کشورهای جزیره‌ای که در کارائیب هست، یا در بخشایی حتی از امریکای جنوبی مثل پرو، مثل اکوادور، مثل فرد و فرمین پاراگوئه، نیکاراگوئه، حتی در بخشی بیشتر مناطق در برزیل، در همون کشور برزیل که دیگه کشور صاحب نامیه در دنیا، چون برزیل فقط خلاصه نمیشه به ساو پائولو یا برزیلیا یا ریو دو ژانیرو، اینقدر شهرهایی هستن و روستاهایی هستش که واقعا اینا فاقد حتی برقن، فاقد آب آشامیدنی سالمه. بنابراین یک بخش بزرگی از جهان نتونست قبول بکنه این تکنولوژی رو. این بخشی که این تکنولوژی رو نتونست قبول بکنه واموند، این وسط موند. اینجا رو داشته باشی؟ برمیگردیم حالا بریم زیر سال 2000. کمونیست چرا در جهان موفق میشه؟ ساده تر عرض کنم، چرا مکتب مارکسیسم، مکتب اون زندگی اشتراکی، اون صحبت‌های مارکس، چرا در زمان خودش، در اون موقعی که یک شخصی به نام مارکس، کارل مارکس میاد و یک چنین تئوری رو میده، یک هم ایدئولوژی هم فکری هم پیدا میکنه به نام انگلز، اینها میان و با یک تفاهم فکری یک سری مبانی ها و اندیشه های سیاسی خودشون رو هم میریزن، از درونش اون مکتب رو میدن بیرون. چرا جهان اون موقع قبول میکنه؟ چون جهان اون موقع نتونسته بود خودش رو وقف بده با شرایطی که داشت زندگی میکرد، به ویژه وقتی که مسئلهی به نام انقلاب صنعتی به وجود میاد که تحولات عظیمی رو در زمان خودش به وجود میاره که هنوز اون انقلاب داره روند خودش رو میره. یعنی امروز که ما شاهد این هستیم که یک تلفن دستی تو دستمونه و باهاش عرض کنم به یک چنین امکاناتی رسیدیم، این پایش از همون انقلاب صنعتی بوده، اونجا استارتش زده میشه. خب اون کسانی که نتونستن خودشونو با جهان اون موقع وقف بدن به چی جذب میشن؟ به مارکسیسم. از دل مارکسیسم یکی دو سه تا جنبش های نوینی به وجود میاد، به ویژه در آلمان، در غرب اروپا، در آلمان، در لهستان، تقریبا میشه گفت در فنلاند، سوئد، یک سری جنبش های به وجود میان. از درون اون جنبش های یه سری افرادی میان که اینا رهبریت این جنبش های کوچک محلی رو به دست میگیرن و چه و چه و چه یک پروسه رو طی میکنه، یک مرتبه تبدیل میشه به یک ناشخصیتی یا شخصیتی یا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم به نام لنین، که این با کمک یک بخشی از روشنفکران آن زمان دولت آلمان میاد و یک حکومت گردن کلفت مقتدر ولی در کنارش دیکتاتور به نام دولت روسیه رو ساقط میکنه و بدون از تصور حتی خوشبینترین طرفداران جریان پرولتاریا در روسیه موفق میشه که دست به انقلاب سرخ بزنه و یک مکتبی رو به نام مکتب کمونیسم
که بعدها یک ایزم هم بهش اضافه کردن، این کمونیسم تبدیل به کمونیسم شد، این رو بیارن با یک ایسمی در جهان مثل جریان مارکسیسم تبدیلش بکنن به یک مکتبی که بعدها یه ذره هم بعد یکی دو سال به خاطر احترامی که به لنین گذاشتن شد مارکسیسم لنینیسم، چون در اصل لنین فلسفه مارکس رو گرفت و با یه ذره زرجو به نمکش این ور اون ور کرد و خودش این رو پیاده کرد در شوروی و چه که از دلش یک جریان 70 ساله میاد بیرون و اون کشتار استالین که حالا توده یا نمیخوان قبول کنن ولی بیش از 4 میلیون انسان رو میکشه در سیبری و چه کسانی ابزار اون جریان میشن؟ همون آدم هایی که نتوانستن تحولات اون لحظه اروپا رو قبول بکنن، نمیتونستن، در توانشون نبود، انسان هایی که از قرن 18 پا به قرن 19 گذاشته بودن و اونها نمیتونستن اون تحولات رو قبول کنن، به علاوه فقر و بیماری و بیکاری و خب یه سری عوامل دیگری هم که مولد این جریان شد. حالا بلا فاصله ما از 1917 خودمون رو سعی کنیم، چون بشر این قدرت رو خداوند بهش داده یا طبیعت داده یا به هر حال هرچی، ما 1917 رو یهو بیاریم تو سال 2000، ولی فراموش نکنیم که ما انسانهایی بودیم که سالهای 70-80 یعنی دهه های 60، دهه های 70، دهه های 80 و 90 میلادی رو دیدیم. حالا همه نه، ولی به هر حال انسانهایی که وارد قرن جدید شدن اینها وابسته بودن به همون قرون و اون دوران رو دیده بودن، حتی انسانهایی که جنگ جهانی دوم رو دیده بودن. خب شما وقتی وارد این قرن میشی تکلیفت مشخص نیست، انسانی که تا دیروز یک تلفنی رو در انگشتش کرده تو اون سوراخ ها بعد اینو میچرخونده شماره میگرفته، بعد این اومده تازه صاحب یه تلفنی شده که دیگه این گردونه رو نمیچرخونه، با دست میزنه روش. یه تلفنای بعدها اومد که با دست میزدیم رو. خود من وقتی که اولین بار این تلفن تو منزل ما اومد و دیگه از اون شماره یا استفاده نمیکنیم، خیلی برام جالب بود، همش دوست داشتم برم با این تلفن بزنم، خیلی برام جالب بود. این دیگه میبردیمش اون تا یه آهنی هم بود که این خودش اینطوری برمیگشه، صدای قشنگی هم میداد. خب انسان‌هایی که اون صحنه‌ها رو دیده بودن، انسان‌هایی که اون سینماهای اون دوران رو دیده بودن، فرق نمی‌کنه شما می‌خواد سینمای هند رو بگی، سینمای ایران رو بگی، ترکیه رو بگی، سینمای نیویورک رو بگی، با صندلی و مبل و نمی‌دونم تو خیابون می‌تونی بری بشین تو ماشین فیلم رو نگاه کنی، کاری ندارم، من دارم راجع به صنعت سینما میگم، راجع به صنعت فیلم میگم. انسان‌هایی که گوششون عادت داشت به اون نوع موسیقی، یک مرتبه بیاد یک چیزی بیاد تو جهان به نام تکنو که هنوز که هنوزه نیمی از جمعیت جهان نتونسته با این هماهنگ بشه، از جمله خود بنده که صدم ثانیه نمیتونم گوش کنم، حتی به صدم ثانیه، یعنی شما بگو یه ثانیه اصلا و ابدا، چون آمادگی روحی برای قبول این موسیقی نداشتم. این موسیقی مال کسانی است که با این نوع موسیقی، با این نوع صنعت سینما، با این نوع اتومبیل ها، با این نوع روش عادت بکنن از سال 2000 چشماشون رو باز بکنن و این صنعت رو ببینن. من همیشه عادت کردم وقتی که این کاپوت ماشین رو میذادیم بالا نگاه بکنم ببینم مثلا این جاروغنیش کجاست، موتورش کجاست، باتریش کجاست. الان ماشینا اونطوری دیگه نیست، اصلا شما دست نمیتونی بهش بزنی، مثل سابق دیگه نیست خودت بتونی مثلا یه کاری باش بکنی. خب این تکنولوژی که با این سرعت ادامه پیدا میکنه فقط مثبت نیست، جنبه‌های مثبت زیادی داره. مجانی داری تلفن میزنی به تمام دنیا. الان بنده تو خونم نشستم از طریق اسکایپ دارم گفتگو میکنم، تمام دنیا داره میبینه. اینا بله، اینا نکات مثبت این تحول عظیمه. اون گلوبالیسم رو یادمون نره ها، پرت نشیم حواستون نره دو قصه. بنابراین و من امیدوارم که تمام سعیم این هستش که بتونیم با هم چیز بشیم، یه کتابی صحبت نکنیم دیگه، یه طوری بتونیم هممون تعقیب بکنیم بحث و که خسته کننده هم نشه، چون خیلی بحث خسته کننده ایه اگه بخوایم بریم دیگه واژه ها رو کامل به کار ببریم و وقتی بخوایم بگیم دیگه اون نو لیبرالیسم ها و بعد بریم تو یه مباحثی که دیگه میره به سمت خردگرایی و مطلق گرایی و مطلق گرایی نمیدونم فردی و چه دیگه خسته کننده میشه و دلیلی هم نداره، دلیلی هم نداره، شنوندم گیج میشه و اصلا فایده هم نداره، بحث به هیچ جا نمیرسه، میشه ایسه برها حضورتون عرض کنم. بنابراین وقتی که
یک چنین تحولات عظیمی به وجود میاد، خب بشریت این رو نمیتونه قبول بکنه. اون 70% که حضورتون عرض کردم، تازه اون 30% که قبول کرده اونم زمان برده، یواش یواش پذیرفته که این تلفن ها اینطوریه. خب من روز اولی که این تلفن رو برای اولین بار گرفتم دستم، خب من چه میدونستم این مثلا این چیه اون چیه، مدام باید سوال میکردم از دوستم از همکارم اینو باید چجوری بزنی اینو باید چجوری بزنی. من خاطرم میاد نخستین باری که همین جریان اینترنت اومد و کامپیوتر اومد و بعد ایمیل باز شد، خیلی برای من جالب بود دیگه. احتیاجی نیست برم اداره پست اون همه اعلامیه رو پست کنیم بره لندن، یا نوشتهامونو پست کنیم مثلا احیانا یه چیزی رو نوشتیم مثلا چاپ بشه جایی، چقدر زیبا میتونیم اینو اسکن کنیم از طریق نشستی تو خونه هر چی دلت میخواد این نامه رسون داره میبره. یاد زنده یار حسن شجاعی که میگفت نامه رسان نامه ای من دیر شد، دیگه دیر نشد میبرد نامه رو. خب بعد عادت شد، الان دیگه خیلی عادی شده. مثلا اون روزهای اول که من با اون شگفتی نگاه میکردم به همه مسئله ایمیل، الان پیش خودم فکر میکنم مگه میشه آدم بدون ایمیل زندگی کنه؟ مگه میشه آدم بدون کامپیوتر زندگی کنه؟ مگه میشه آدم بدون تلفن زندگی کنه؟ در حالی که من یکی از مخالفین سرسخت این جریان بودم. آقا زندگی همه شده کامپیوتر، همه چی باید کامپیوتری بشه. یه موقع ما میرفتیم بانک پول میخواستیم بگیریم، پولی بدیم، چیزی واریز کنیم، با اون خانومه با اون آقای کارمند باش صحبت که الان دیگه کسی رو نمیبینی، ولی خب عادت میکنی. یعنی جامعه عادتت میده که اینه، اگر نمیخوای قبول بکنی تو جزء جامعه جهانی نیستی. این یعنی نظم نوین جهانی. این اون چیزیه که گلوبالیست ها میخوان اینو جا بندازن، نظم نوین جهانی. خب با این تعریف این گروه وارد معرکه میشن. وارد چه معرکه‌ای؟ وارد معرکه‌ای که فئودالیسم شکست خورده، یعنی حکومت ارباب بر رعیت تموم شد، از بین رفت فلسفه‌اش. یکی دو تا جاپاهایی در بعضی روستاهای هند، پاکستان، برمه عرض کنم، همچین کشورهایی که اساساً کشورهایی هستن که کشاورزی هستن، مثلا اندونزی تو اون دلدهاتش این ور اون ور هست، ولی به طور خاص فئودالیسم در جهان از بین رفت. یعنی شما چیزی به عنوان مکتب فئودالیسم نمیشنوید. اگر در بعضی کشورهای افریقایی شما میبینید که هنوز فئودالیسم حاکمه، یعنی حکومت ارباب بر رعیت است، خب آخر عاقبت کشورش هم داری میبینید که مثلا در سازمان ملل وقتی نماینده فرض بفرمایید اسرائیل اونجا میاد یه مطلبی رو میگه، همه دارن گوش میکنن اسرائیل داره چی میگه، نماینده آلمان داره چی میگه، نماینده مثلا بلژیک داره چی میگه. ولی وقتی نماینده فرض بفرمایید کشوری ایکس در افریقا میاد یه چیزی رو میگه، مثلا آنگولا میاد یه چیزی رو میگه، یه نفر داره با دوست دخترش مثلا چت میکنه، یکی مثلا داره قهوه مینوشه، یکی اصلا خوابه، حالا درست ظاهر هم دارن نشون میده، ولی میدونن خواهی تو کسی نیستی تو دنیا، تو عددی نیستی تو دنیا که مثلا چی نماینده نیجریه مثلا به تو دنیا چی داره بگه، نماینده سودان چی داره بگه، نماینده مثلا فرض بفرم بنگلادش بنده خدا چی داره تو دنیا بگه. همش دستش دراز، کمک هم کنی، سیل اومد، وبا اومد، نمیدونم مگس اومد، پشه اومد، مالاریا اومد، چه و چه. بنابراین وقتی که ما راجع به فئودالیسم صحبت میکنیم، تعریف فئودالیسم تو دنیا از بین رفته. میمونه دو تا مکتب، دو ایدئولوژی، کاپیتالیسم و کمونیسم. کمونیست در 1982 این زمین لرزه هاش اومد، 89 90 دیگه تموم شد. خیلی راحت خودشون مجسمه لنین رو از توی خیابونای مسکو و این ور اونور کشیدن پایین، اسم لنینگراد از بین رفت، استالینگراد از بین رفت، همه رو گشتن تو جعبه تو موزه، خرابم نکردن، تخریبم نکردن، گشتن تو موزه، گفتن آقا تموم شد. این از جریان کمونیست. و به این ترتیب کاپیتالیسم موفق شد دو مکتب بزرگ و قوی و قلدر و دو قول جهان رو، یعنی فئودالیسم و کمونیسم رو چیز کنه، به اصطلاح شکست بده. و این نشون داد که کاپیتالیسم شکست ناپذیره. چرا شکست ناپذیره؟ چون زیربنای قوی داره. مثل مذهب، وقتی میگن حضرت موسی رفت اون بالا با خدا حرف زد و اون کوهه، وقتی میگن حضرت عیسی گفت من فرزند او هستم، وقتی میگن محمد رفت تو غار بهش یارو اومد گفت بیا بخون، گفت من سواد ندارم، گفت خدا بهت میگه اینو بخون بخون، جبرئیل اومد گفت بخون، اینا ریشه میذارن تو تاریخ. تو تا بخوای این ریشه را از دل ملت ها بکشی بیرون خیلی داستان داره که هنوزم نتونستید بکشید بیرون.
این کرونا ضربه سنگینی زد به یک بخش بزرگی از جریان مذهبی در جهان، ولی ضربه زد، شکست نداد. کمونیسم شکست خورد، نشون داد اون ایدئولوژی، اون مکتب، اون حرفا شکست ناپذیر نبوده، به عکس آنچه که لنین مدعی بود. حتی تروتسکی این ادعا رو کرد، اصلا راجبش سخنرانی ها کرد و خیلی های دیگه شون. برها اما کاپیتالیست نشون داد بر اساس این که اینا رو که من دارم میگم دلیل بر تعریف از کاپیتالیست یا حمایت از این گروه از اون گروه نیست، من دارم داستان رو براتون میگم، مسئله واقعیت رو براتون میگم. اما کاپیتالیست اومد در جهان گفتش که من یک زیربنایی دارم، یک نوع تفکری دارم، یک طرز فکری دارم که این طرز فکری من شکست ناپذیره. گفتن چیه؟ همونی که حضورتون عرض کردم، زمین، نیروی کار، سرمایه. این فلسفه منه. شما وقتی دارای زمین باشی، حالا روی این زمینت میخوای کشت و کار بکنی، میخوای کارخونه بزنی، میخوای شرکت بزنی، میخوای نمیدونم هر کاری، تو از این زمین قراری یه چیزی ازش در بیاری که نوناور باشه برات. این زمین احتیاج به نیروی کار داره، یعنی کارگر میخواد. مهم نیست کارگر زن یا مرده، یهودی، مسلمان، مسیحی، سنی، شیعه است، بهایی، بودایی، مهم نیست کیه، نیروی کار. من نیروی کار رو براش هیچ تعریفی نذاشتم جز نیروی کار. اینو سرمایه دار میگه. و بعد سرمایه، اینجا دعوا شروع میشه. دعوا سر چی؟ دعوا این که یه نفر تو تگزاس میاد میگه که اینجا مال منه، این منطقه نفتی منه، به خاطر این منطقه نفتی آدم میکشم، بمبارون میکنم، پدر مکزیکو در میارم، با مذهب بالا و پایینش یکی میکنم، پدر ونزوئلا رو در میارم، خاورمیانه رو به آتش میکشم، اینجا مال منه. چون سرمایه دار معتقد به اینه، خودشو، انتقاد خودشو، مسائل خودشو بیان بکنه. این چیزی که ما داریم به این ناحضرات میگیم ولی حرف گوش نمیکنن، به ما فحاشی میکنن صبح تا شب. داخل پرانتز اینم بگم، به تلویزیون ایران آریای همین شارلاتان میشینه، قشنگ جملاتو گوش کنی، به همه میگه چلغوز، بی سواد، ابلها، نادانا، چلغوزا، بی سوادا، بی شعورا، احمقا، هر چه دانش در میاد میگه. بعد میگه دهان انسان باید بوی خوش بده. خب شما در برابر همچین آدمی باید با چه زبانی، من بگم با چه زبانی صحبت کنم؟ مجبورم بیام بگم تو یه شالاتان دزدی. خب جواب های اویه دیگه. نه برای حضورتون عرض کنم که بنابراین وقتی که انسان میتونه حرف بزنه، صحبت بکنه، خب دیگه این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست. گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست. خب این دیگه کل فلسفه جهانی در همین یه خطه. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است. خیلی آدم باید ابله باشه که به جای گفتگو بشینه بزن تو سر کله هم دیگه. گر نظر پاک کنی، گر نظر قشنگ به موضوع نگاه کنی، کعبه و بتخانه یکی. کعبه بتخانه بوده دیگه، بچه بوده تو کعبه بت بوده دیگه، که اون بتخانه تبدیل به کعبه شده، تبدیل شده به یه مرکزی برای نیایش و برای عبادت یک سری انسان. حالا بعد خوب نکنه به هر حال. حالا گلوبالیست ها اومدن از این خلأ کمونیست و خلأ فئودالیسم که خیلی هم بد بوده مکتب هر دوتاشون، اومدن دارن سوء استفاده میکنن. با چه شعاری؟ همون شعاری که مارکسیست ها دادن، کمونیست ها دادن، زحمت کشان، کارگران جهان با هم متحد شدید. همون شعاری که بعدها ماویست ها دادن، دهقانان متحد شدید. خب اون شعار ماویست سر از چین شروع میشه، تو کوبا بزن بزن شروع میشه که بعد خطشو میدوزن و میشه کمونیست، کار نداره. اون جریان مارکسیست که میشه به انقلاب لنینیست، تبدیل میشه به یک انقلاب جهانی که میگن ما جهان وطنیم، شعارشونه، وطن ما جهانه. کمونیست فقط تو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمیمونه، ما انقلاب کمونیستی خود را به جهان صادر میکنیم که کردن، که موفق شدن تعداد زیادی از کشورها، شاید به عبارت یک سوم از جهان رو به سمت خودشون جلب کردن و جذب کردن. حالا اونم به خاطر اشتباهات جهان سرمایه‌داری بود. به هر حال اون دو مکتب دیگه نیست، یا به عبارتی سه مکتب، اون ماویست، کمونیست و عرض کنم فئودالیسم. خب ماویست در یک حد جغرافیایی باقی مون در همون شهر، ولی به هر حال یه مکتبی بود که اونم دیگه نیست، اگر هست در همون محدود است. خب سرمایه دار از سال 2000 شروع میکنه به تاختن. چگونه میتازه؟
به عراق میگه باید بری. آقا من نمیره، من اتم ندارم. میگه من بهت میگم داری. حالا میخوایم با زبان خودمون صحبت کنیم. میگه آقا جون من اتم ندارم چه و چه. میگه نه تو اتم داری. برها میریزن عراق رو نابود میکنن، لیبی رو نابود میکنن، به افغانستان حمله میکنن، به پاکستان میگن زیرزمینی تو میتونی اتم داشته باشی، به هند میگن حواست باشه این میخواد اتم بزنه. جهان کاپیتالیست دنیا رو به لجن میکشه در یک فاصله بسیار کوتاهی. چرا؟ چون خودش حالا آقای مطلق جهان میدونه. الان کمونیستا که اینو دارن یه حرفی که ارمن گوشمند دارن کیف میکنن، الان به سلامتی من میگن ناستروویه، اما شنا ودکا روسی میخوره، اقلا ودکا روسی دیگه کوف نکنی، اینقدر دیگه خواهن نباشی، عرقسگی خودمونو بخوری. حضورتون عرض کنم بنابراین وقتی که این خلأ به وجود میاد و کاپیتالیست شروع میکنه، به قول کمونیست ها این جهان خاران شروع میکنن به خوردن جهان، خب اینجا این خلأ باید پر بشه. بعد یوگسلاوی رو به اون شکل درش میارن و نقشه ها به هم میریزه، اصلا یه بلمشوی تو دنیا میشه. یک عده‌ای که اینا بودن، نه اینکه نبودن، منتها به چشم دیده نمیشدن، مثل جریان فراماسیونرها، اینها هستن، هنوزم این ویروس هست ولی به چشم دیده نمیشه چون اونا قرار نیست اصلا به چشم دیده بشن. بنابراین این جریان میاد و رشد میکنه، میاد خودشو نشون میده، میاد میگه که آقا جون حالا دنیا باید بشه یک دهکده کوچک، اینجوری با این تعریف میان جلو، با این گول زدن میان جلو، با این دروغ بزرگ میان جلو، که جهان باید چی بشه؟ جهان باید تبدیل بشه به یک دهکده کوچک. میگن آقا این دهکده کوچک چیه؟ اینترنت رو بلافاصله وصل میکنن و میگن این آقا دهکده کوچک اینه. در جهان تجارت باید آزاد باشه، بازار باید آزاد باشه، مرزبندی دیگه نباید باشه، یعنی یه چیزی مثل آنارشیسم از توش میارن بیرون ولی به سبک شیکش، مثل سوسیالیست های اروپا که چپ اروپا کراوات میزنن دیگه، یقه کمونیستی نمیپوشن، یقه استالینی نمیپوشن. و بعد این گلوبالیست ها وقتی که میان وسط، سرمایدار میرن او یه قول اومده جلوش ایستاده، بخشی از جامعه سرمایداری با اینا هماهنگ میشه. چرا میشه؟ چون هنوز در درون جامعه سرمایداری ما آدمایی مثل حاج حسین اوباما رو داریم که گرایشات چپ دارن و چون میدونن گلوبال ها از گرایشات چپ به وجود اومدن. چرا؟ به دلیل اینکه کمونیست از بین رفته، اون مکتب دیگه نیست و دیگه نمیتونن اسمشو بیارن علم بکنن چون دنیا بهش پشت کرده و حالش به هم خورده با باز شدن اون درها و دیدن بلغارستان و یوگسلاوی و رومانی و بدبختی و فقر و مردم جهان داره میبینی که چه 70 سال چه فقری بوده، الکی بوده. اینا تو المپیکا میومدن تمام مدالای طلا رو درو میکردن و ورزشکاراشون اینا، این بابا همش کار آمپول و دوپینگ بوده یا ترس بوده یا به هر حال اون زیبایی که اونا نشون میدن اون نبوده، از درون جامعه خیلی پوسیده بوده. برای همینه که کمونیست های اروپای شرقی تمایل دارن بیان به اروپای غربی پناهنده بشن. آلمان شرقی ها اومدن آلمان غربی، آلمان غربی ها که نرفتن آلمان شرقی وقتی مرز به هم ریخت، اونا گریه میکردن میومدن این ور، اینا که گریه نمیکردن، اینا پذیر آلمان غربی ها پذیرای آلمان شرقی بودن و این نشون میده که فاجعه در اونجا زیاد بوده. به هر حال بنابراین اون چپ شکست خورده جهان میاد در کناری که این گلوبالیست ها قرار میگیره با شعار چی؟ تجارت آزاد. چرا میگه تجارت آزاد؟ به این دلیل که بزنه تو دهن سرمایه‌دار که آقا تو داری بخور بخور راه انداختی تو دنیا، نه این تجارت باید آزاد باشه، این تجارت فقط نباید به یک بخش خاصی از جهان تعلق داشته باشه، این یه چیز سرمایه طبیعی جهانیه، نفت مال هم است، گاز مال هم است، میوه مال هم است، نمیدونم آرد مال هم است، غلات مال هم است، همه چی که تو این کره زمینه مال هم است، چرا تو داری میخوری؟ حرفا همونه، حرفا همون حرفای چپه، منتهی مراتب با یک دیکته های جدید، با یک حرفایی که یک نسل نوینی که الان اومده و دستش به اینترنت و به تلفن های هوشمند خورده و چه و چه، این نسل حرفا رو خوشش میاد، گرایش پیدا میکنه و اینها موفق میشن خیلی سریع یک بخش مهمی از جهان رو به سمت خودشون جذب کنن. در کنارش هم البته امکاناتی رو میدن. امکاناتشون چگونه؟ تأسیس شرکت‌های بزرگ اینترنتی، تأسیس شرکت‌های عرض کنم همین تلفن،
و سایر خدمات اجتماعی که به جهان داده میشه و یکی پس از دیگری میان که این شرکت تلفن بهت اینترنت میده، اینو میده مثلا فرض بفهمید ماهی 10 دلار. اون یکی میگه من اینا رو همه اینایی که اون بهت میده میدم، مثلا یه چیز دیگه اضافه روش بهت میدم مثلا 8 دلار. و این جذب میکنه مشتری، در حالی که بنمایه همه این شرکت ها رو که نگاه میکنی سرش توی دامن همون جریانه، یعنی همون کسانی که امروز میان با شعار جهانی شدن این دهکده کوچک این مسائل رو عنوان میکنن. من فکر میکنم اینجا یه استوب بکنیم که یک ساعت هم حتما صحبت میکنم، شما هم خسته میشی. از جناب سیاوش خواهش کنم که دوتا فایل اول و شماره 1 و 2 رو پخش کنه، اینو من به بچه ها قول دادم پخش کنیم. منم یه آبی بنوشم و بیام در خدمتتون. آقای مهندس سیاوش گرامی اگر لطف کنن ممنونتون میشم. امیدوارم تونسته باشم تا یه حدودی هم توضیح داده باشم. بچه‌ها زنگم بزنید خواهش میکنم. شما مهندس اگر امکان داره لطف بفرمایید. کاخ مقبره رهبر مستضعفان جهان روح الله خمینی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برات جا نداشت. جاوید شاهزاده رضا پهلوی. کاخ مقبره رهبر مستضعفان جهان روح الله خمینی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برات جا نداشت. جاوید شاهزاده رضا پهلوی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برات جا نداشت. جاوید شاهزاده رضا پهلوی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برات جا نداشت. جاوید شاهزاده رضا پهلوی. تقدیم به همه پرستارای عزیز، همه پزشکا، همه اون دوستانی که در کادر پزشکی زحمت میکشن و اونا از خودش مایه میزنن، از جونش مایه میزنن و دوست دارن مردم ایران مخصوصا کرمانشاه سلامت باشن. به افتخار هرچی پرستار کرمانشاهی و هرچی دکتر کرمانشاهی، جیغ و هورا. امینی 100 دلار با یک جاوید شاه، سپاس از شما، لطف محبت کردید. رامتین 50 دلار زنده و جاوید باد سلطنت پهلوی، دمت گرم آقا رامتین گل، سپاس از شما. جمشید از آلمان 100 یورو، مرسی جمشید جان، خیلی ازت ممنونم، لطف کردید. بانو فرنگیز از فرانکفورت 50 دلار که همرزم عزیز ما از فرانکفورت لطف کردن، 50 دلار با جاوید شاه، سپاس از شما بانو فرنگیس گرامی. و همرزم دیگرمون از لندن آقای همایون، انجمن تاج پادشاهی، 25 دلار دست درد نکنه آقا همایون گل، همرزم عزیز ما. خب خانم آقایون، اگر به من اجازه بدهید، من این بحثی که یعنی
صحبتی که کردیم راجع به این جریان گلوبالیست ها و فلان اینا، فکر میکنم به همین جا فعلا میدونم تموم نشده، بسندش بکنیم که یه سری مطالب دیگه هست که من بتونم به یک بخش دیگه برسم، ولی فکر میکنم تا حدودی تونستیم بگیم که اینها چگونه به وجود اومدن. این حالا فقط به خاطر که تکمیل بکنم جمله رو، بتونم یه نقطه بذارم فعلا تموم کنم بخش اول رو ببندیم، یه چند دقیقه رو گوش کنید که تمومش کنید. این جنگی که الان در دنیا به وجود اومده، همین جریان کرونا که بازم بهتون میگم موضوع به این سادگی نیست، یکی دستشو مالید به ویروس پرت شد اومد بیرون را اومد اونجا ترکوندن اینو ترکوندن، موضوع اینطوری نیست، به این سادگی نیست. این عربده‌ای که پوتین داره میکشه اون میدونه چه خبره. یک جنگی در جهان آغاز شده که شما در این جنگ نه تانک میبینی، نه نفربر میبینی، نه صدای پای پوتین ارتش آلمان رو میشنوی، نه B-52 امریکا رو داری میبینی، نه بمباران هیروشیما و ناکازاکی رو داری میبینی، بمب اتم، نه پریدن چتربازها رو داری میبینی، نه صدای رگبار مسلسل و شلیک خمپاره و نمیدونم درگیری در شهرها و نه صدای آمبولانس و آتش نشانی، هیچی نمیبینی، فقط میبینی که سایه مرگ بر کره زمین افتاده و لحظه به لحظه آمار تلفات ثانیه به ثانیه داره میره بالا. سه هفته پیش در آلمان اعلام شد حدود 30 نفر 40 نفر یه همین چیزی زیر 100 نفر گرفتن، الان رسیده به مرز 90,000 نفر تو 3 هفته. خب 90,000 نفر مبتلا شدن، به گفته دولت آلمان حدود 5,000 تا که بنده شما نشمردیم، اینا میگن 5,000 تاش فعلا متاسفانه مردن. این فقط همین کشوری که من هستم. فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، اسپانیا که مرز 10,000 تا کشته رو گذروندن. امریکا که داره بیداد میکنه، رفته دیگه به سمت داره میره به سمت 150,000-160,000 نفر تا الان مبتلا شدن. همچنان داره میره بالا، میگن هنوز ما به اون نقطه اوج نرسیدیم که بگیم اینجا دیگه اوجشه، بس دیگه الان دیگه داریم کنترل میکنیم. به هر حال جنگی آغاز شده، یک جنگ بسیار بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. در این جنگ کشورهای قدرتمند به جون هم افتادن و زیر دست و پای اینا ماها داریم له میشیم. نقطه بخش اول رو ببندیم، براتون حتما خواهم گفت، فراموشش نمی کنم بحثو. من گفتم فقط به احترام مطالبی که گفتین این قسمت رو براتون بگم. بازم تکرار میکنم این حرفایی که من میزنم خودتون تحقیق کنید، خودتون بخونید، فقط به حرفای من گوش نکنید. من نه تحلیلگرم، نه سیاستمدارم، نه هیچ. این چیز دارم به مغزم میرسه، میام و با شما دارم درد دل میکنم. بازم میگم تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. فردا نگید سواد دارم اونه بخود، من اصلا یه حرف زو. اما بریم سر کار خودمون، این کار جهانی. ببینید خانم آقایون، برای من مینویسید که آقا رضا چرا با دولت در تبعید که اینا حلبی سازی را انداختن مخالفید. خیلی ممنونم، از طرفداران خودشون برای من نوشتن. دیدید آقا من بانستون کردم، آقای احمدی من اینا رو میگم الان شما منو بلاک میکنید، بلاکتون کردم. به جز این که نوشتم سپاس، تشکر، گلم دادم که خودتون گفتید آقای احمدی ما توقع نداشتیم. من نمیدونم شما چرا میخواید وقتی یکی مخالفتونه یک چهره خشن برای خودتون در نظر بگیریم. من آدم خشنی نیستم. اون چیزی که اینا کردن تو مخ شما، ما اون آدما نیستیم. اون چیزی که حزب مشروطه میخواد از ما بسازه، سلطنت طلب و سلطنت طلب و چماخ کشا شاولاهی یا شاولاهی، ما اون آدما نیستیم. موضوع برعکسه، اونها متاسفانه سواد ندارن. خودشون دو سه روز پیش با اعلیحضرت گفتگوی تلفنی بوده، تو اسکایپ بوده، نوشتن تو سایتشون برای من فرستادن، من خوندم. برید پرسش های دوستان حزب مشروطه، ببینید من میگم دوستان، من دشمنی ندارم،
دوستان حزب مشروطه پرسش هایی که از اعلیحضرت کردن که هنوزم میگن شاهزاده شاهزاده، حزب مشروطه میگه شاهزاده، اسمال بزاز میگه شاهزاده، معصوم قومی هم میگه شاهزاده، اکبر پونز هم میگه شاهزاده. خب آخه یه تفاوتایی باید باشه نه؟ بعد ما بگیم اعلیحضرت، اون وقت ما شاهولایی هستیم، چماغکشیم، ما بی تربیتیم، بی ادبیم، بعد شما با ادبی. حالا اونم حالا به خودشون ربط داره. پرسش هایی که مطرح شده توسط دبیر کل و افرادی که اونجا به هر حال بودن و پاسخ های اعلیحضرت، انسان هایی که اهل دقت هستن، شعور دارن، میفهمن واژه های سیاسی رو بلدن، میفهمن طرف داره چی میگه، استدعا میکنم از همه شما مخالفین من و تفکر من، استدعا میکنم عاجزانه تشریف ببرید این متن مصاحبه رو بخونید، بعد ببینید که به چه زبانی میخوان مدام به اعلیحضرت این رو جا بندازن که از دهن اعلیحضرت بکشن بیرون داروش اموی نجف آدم خوبی بوده، شما هم خیلی آی لاو یو دارید و بله دولت در تایید، چرا نه. برید ببینید اعلیحضرت چجوری پاسخ داده. دوستان عزیز مشروطه خواه، به شرافت بشری سوگند، من قصد توهین به شماها رو ندارم، اگر حرف من توهین آمیزه پیشاپیش از همتون پوزش میخوام، به شرافت بشری سواد ندارید، چون من دارم میخونم، دارم میخونم، میبینم که شما میخواین چی رو بگید و اعلیحضرت اصلا نمیفهمید اعلیحضرت داره چی میگه، بازم پوزش میخوام، در حالی که به خدا من نباید از شما پوزش بخوام، فقط به حرمت اون پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید من پوزش میخوام، نه به حرمت نفراتتون دیگه. امیدوارم دیگه، نمیدونم به چه زبان ساده ای باید بگم، از این زبان ساده تر دیگه نمیتونم، هیچ کس به مانند من نمیتونه به این زبان ساده بیاد حرف بزنه، هیچ کس، هیچ کس چنین قدرتی رو نداره با این زبان ساده با مردم صحبت کنه. این کوری رو میخونم، آخه ببینید داره اعلیحضرت چی بهتون میگه، چرا نمیخواید مفاهیم رو درک کنید، چرا نمیخواید متوجه بشوید که بریم سر جریان بچه‌ها، چون اینا به هم ربط داره. دوستان عزیز، هممیهنان عزیز، مخالفین من و ما، دشمنان من و ما، منتقدین من و ما، خوب گوش کنید. یه کاغذ بردارید، یه خودکار، نه الانا، بعدن. بنویسید دولت در تبعید. ما دولت موقت داریم. یعنی همین الان ما بریم ایران، یک دولت موقت در داخل کشور تشکیل می شود که این دولت موقت مسئولیت هایی دارد، اعم از یک، تشکیل مجلس مؤسسان برای پیشنویسی قانون اساسی. این تکلیف دولت موقته در داخل کشور. هر کدام از کشورهای جهان چه بخواهند این دولت موقت را به رسمیت بشناسند، چه نشناسند، به زبان بسیار ساده به گوره پدرشون. برای ما نه مهمه نه جالبه. ملت ایران این دولت موقت رو قبول کرده و این دولت موقت توسط اعضایی که داره تعیین شده است، یک سری انسان‌های فرهیخته، باسواد، باشعور، میهن پرست، عقده‌ای نیستن، مغرض نیستن، دنبال حزب و گروه بازی هم نیستن. اونا مسئول آینده یک مملکتن. خب یه سری انسان‌هایی که مثل اینا نیستن تو خارج از کشور دنبال پست و مقام. اوکی؟ برای همینه که دولت موقتی که در داخل هر کشوری پس از یک دگرگونی سیاسی به وجود میاد تأسیس میشود، تمام کشورهای باشعور جهان آن دولت موقت را به رسمیت میشناسن، به مانند دولت موقت مهدی بازرگان که به هر دلیلی مورد بخش قبول یک بخشی از مردم بود، هرچند دولت دست نشانده بود، بلافاصله مورد قبول دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دولتین اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. امریکا نمیتونه بگه من دولت بازرگان رو قبول ندارم، به دلیل اینکه این دولت بر اساس یک آرای هرچند دروغ به قدرت رسیده. خب حالا میایم سر دولت در تبعید. دولت در تبعید یعنی تو در خانه خودت نیستی، تو در خارج از کشوری. در خارج از کشور بدون حمایت بین المللی تو آب ریختی تو هاونگ، هاونگ یا هاونگ چی چیه داری میکوبی. باید حمایت بین المللی بشی، مثل لوی جرگه افغانی ها.
اگر اون دولت موقت اون دولت در تبعید مورد تایید کشورهای جهان، داخل پرانتز کشورهای قدرتمند جهان، مورد تایید آن کشورها اون قدرت‌های جهانی قرار نگیرد، به رسمیت شناخته نشود، این دولت موقت، این دولت در تبعید به زبان ساده یعنی کشک. اینو داری میخواید اینو قبول کنید نکنید. اونی که میگه من دولت در تبعید دارم میزنم، باید حداقل این شعور رو داشته باشه که من متاسفانه دارم میبینم فاقد این شعور سیاسی هستی. دو، دولت در تبعید باید اعضایش یک در برابر دوربین های تلویزیونی جار نزنن. من پروفسور رضا احمدی هستم، من دکتر رضا احمدی هستم، من مهندس رضا احمدی هستم، من اومدم دارم میگم من رئیس این دولت در تبعیدم، خیلی هم دولتمون در تبعیده. این یعنی اگر من اسمشو چند تا نقطه نذارم، با کمال ادب و احترام، یعنی یک سادگی که در زبان سیاسی این سادگی معنای بسیار بسیار چیزی میده، معنای چیزی میده. این سادگی بچگی نیست که با یه شکلات گلش بزنی. دولت در تبعید یعنی دولت در سایه، یعنی باید مخفیانه عمل کنه. این کاری که شما میکنید جز پدر سوخته بازی، حق بازی، شالاتانیز، حلبی سازی، پول بازی، وقت کشی، نوکری برای اجانب هیچی دیگری نیست. من بدم؟ بدم. نمیدونم دشمنم؟ دشمنم. چرخ دارم، چوب لا چرخ میذارم، چوب هر طوری که تو میخوای حساب کن، چون من هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگی نکردم. اگر زندگی میکردم به خاطر حرف مردم، الان پاسپورت جمهوری اسلامی تو کشوی خونم بود، زن داشتم با 3-4 تا بچه. حالا هر کس اینا رو داره، نه که بده ها، من اون کارو نکردم، چون مردم اونو از ماها میخوان. آدما اینطوری ان، من جزو آدمایی نیستم که اونطوری باشم، برای همین همیشه تو اقلیت زندگی کردم. چرا؟ چون راه خودم رو رفتم. معتقدم بخورم زمین چشمم کور، خودم باعث شدم که بخورم زمین. کسی نگفت این راهو برو، میگم خودت رفتی به نوش جونت. موفق بشم دمم گرم، شکست بخورم خودم کردم، دلم نمیسوز. من اجازه نمیدم کسی با زندگیم شیریاخت بازی کنه. من که تو شانسی به دنیا نیومدم که. بنابراین حرفی که به شما میزنم واقعیت است. میخواین قبول بکنید بکنید، نکنید نکن، به خودتون ربط داره. این دیکته خودم براتون گفتم که بیشتر منو بشناسی. من با شما پدرکشتگی ندارم. مخالفت ما، انتقادات ما، جنگ و دعوای ما از اونجا آغاز میشه که شما میخواید پای اعلیحضرت رو بکشید وسط، همون سوالایی که حزب مشروطه میکنه و به تحریک شما داره اون شخص این کارو میکنه، که کاملا مشخصه به چه دلایلی، که دیگه فکر نمیکنم لازم باشه اینجا بگم، نبایدم بگم، چون یه چیزایی دیگه نمیشه گفت، توف سربالاست. خب برای همینه میگم سواد ندارید. این بدان معنا نیست که من سواد دارم، من سواد ندارم ولی بیشعور نیستم. اوکی؟ حالا آقا یعنی ما بیشعوریم؟ نه، شما باشعوری، سواد نداری. من بیسوادم ولی شعور بیشعور نیستم. اینا تفاوت داره. اوکی؟ خب شما سواد نداری، من نگفتم شما بیشعوری، من سواد ندارم، شما سواد داری. حالا ببینید مشکل از اونجا آغاز میشه که شما میخواید پای اعلی حضرت رو بکشید بیارید وسط. خب آقا قبول کردن شما رفتی واشنگتن؟ نه، باشه ما راه خودمونو میریم، برید. ولی ببینی یه بار من اینو توضیح دادم، در هر زبانی در جهان میگن لطفاً بفرمایید بنشینید. خواهش میکنم بنشینید، آقا بگی بشین، هی بگی بتمر. در هر زبانی در جهان، یه بار اینو من به انگلیسی و آلمانی و فارسی گفتم، در هر زبانی در دنیا این لغت‌ها وجود داره. شما وقتی میگید که آها خب آقا قبول نمیکنه ما راه خودمون رو میریم، ما ایرانی هستیم، میفهمیم منظور شما چیه. یعنی ملت، ما داریم دولت در تبعید میزنیم، این آقا یعنی رضا پهلوی که تو واشنگتنه، این آقا نمیخواد ایران نجات پیدا بکنه. نگاه کنید ما میخوایم یه کاری بکنیم، این آقا نمیخواد. همش نمیشه بشینیم فقط حرف بزنیم، به فکر وجهه ملیمون باشیم. آقا دیگه چیزی برام باقی نمونده. ملت گرسنه، دست بردارید از این پدر سوخته بازی ها. بابا جان ما هنوز نمردیم، ما هستیم که بیایم پاسختون رو بدیم، ولی پس نیستیم.
هستیم اینجا نشستیم. آها هی حاضر، این بوز، اینم دوز، نشستیم داریم جوابتون رو میدیم. اعلی حضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم، به گفته ما تا چشمتون کورشه، پادشاه قانونی کشور هزاران مثل شماها رو سر چشمه میبره، تشنه که برمیگردونه هیچی از وقتی هم داره براتون میگرده پس گردنی هم بهتون میزنه، شما نمیتونید این آقا رو بکشید تو بازی. خیلی بچه تر از این حرفایید. اگر این حرف منم نفهمیدید فطرتا نفهمید. میدونید من چه دوستی، میدونید من چقدر شرافت مندانه دارم بهتون چه آدرسی میدم؟ میفهمی؟ فکر نمی کنم اینقدر دیگه بیشعور باشید. شما دقیقا میدونید چه اشکالات کار کجاست، شما دقیقا میدونید که اعلیحضرت در چه شرایطی قرار گرفتن. اگر قرار به دولت در تبعید باشه مطمئن باشید ایشون میدونن کی باید این کارو بکنن، چه افرادی باید اونجا باشن، چگونه جلو بره، بودجش چی باید باشه، از کجا شروع بشه، به کجا ختم بشه، چی بشه، به چه زبانی ایشان بفرمایند که دستاتون نباید آلوده باشه. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون لطف بفرمایید شماره 16 رو، آخرین ایمیل رو پخش کنید، گوش کنید. اعتماد جامعه به فرمایش اعلیحضرت، چند بار اینو پخش کنم؟ جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون. کسانی که مورد اعتماد مردم هستن، کسانی که کوچکترین آلودگی با این نظام ندارن، چون همه چیز برمیگرده به مشروعیت و اعتماد مردم. اگر امروز شاید سهه به خصوصی رو شخصی مثل من هست، حداقل میتونم بگم که شاید دلیل اصلیش هستش که از هر کسی بیشتر فکر میکنن که میتونن به من اعتماد بکنم، چون نه من انقلابی بودم، نه دستم این رژیم آلوده بود، و بنابراین این خودش فاکتور تشخیص خیلی کلیدی است. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه که اعتماد جامعه رو بتونن جلب بکنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه که اعتماد جامعه رو بتونن جلب بکنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه که اعتماد جامعه رو بتونن جلب بکنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. فرشاد 100 دلار. آقا فرشاد دست درد نکنه، خیلی ازت ممنونم. آقا فرشاد گل 100 دلار. همین الانم هم سرکار بانو، آقا فرشادم با جاوید شاه، همین الانم هم سرکار بانو مینا خانم عزیز از لس آنجلس با جاوید شاه 50 دلار که فرمودن آقا احمدی ما از شما خیلی چیزا یاد گرفتیم. اینو چون اصرار کردی گفتم، من سربازم هیچی هم برای یاد دادن ندارم، اگر این کارو کردم خیلی ازت ممنونم، خدا رو شکر، پس بی مصرف نبودم. به هر حال از شما ممنونم، از همه شما خانم و آقایون، همه شما از بچه ها 35-6 دقیقه راحت وقت داریم، خواهش میکنم زنگ بزنید، دستتون درد نکن. فرمایشات اعلیحضرت گوش کردی؟ خانم آقایون، اعلیحضرت ژاپنی حرف زد الان، چینی حرف زد، عربی، هندی حرف زد، ما مگه فارسی بلد نیستیم؟ به چه زبانی اعلیحضرت بفرماید؟ اگر مردم به من اعتمادی دارن به خاطر که من نه دوز بودم، نه آدم کشتم، نه انقلابی بودم، نه مال مردم خوردم، اصلا من نبودم تو اون جریان، بابا من خارج بودم، برای همین مردم به من اعتماد داره. اگر دستان شما آلوده است، این آلوده یعنی آلوده به خون، آلوده به دزدی، آلوده به پدرسوخت بازی، آلوده به آلوده یعنی چی؟ یعنی ویروسیه، دستاتون میکروبیه، باکتری داره دوش. اگر آلوده است فعل معطلی. حالا دیدید چرا اعلیحضرت وارد بازی‌های خارج از کشور نمیشن؟ چون 99% به خاطر احترام به بزرگان، نگفتم 100%، چون 99%تون آلوده اید. حالا سر منو بیارید بذارید لب باغچه ببرید، خودم هم چاقو بهتون میدم، بیا ببر سر منو بریدی. با اندیشه من که نمیتونید، اندیشه منو که نمیتونی ببری. من کار خودمو کردم، من حرفامو زدم، ضبط شد، داره پخش میشه، داره میره، دارم اثراتشو میبینم. تعریفم که تعریف کردم از خودم، دارم اثراتشو میبینم.
به زور میگین بیاید برو اونجا حرف بزن برو اونجا، میگم نه همینجا نشستم همینجا دارم حرفامو میزنم، تبلیغ از خودم کردم، اونجا لایو گذاشتم، اونجا تو اون رادیو دویدم، تو اون تلویزیون دویدم، تو اینستاگرام رفتم، تو فضول بوک رفتم، سر جام نشستم. همون شده. چرا؟ چون ملت میفهمه مردم آدمایی که جلو دوربین میشینن چی میگن. اعلیحضرت خارج از کشور رو تموم کرد، فرمودن من با شماها هیچ کاری ندارم، من با داخل کار دارم. حالا بیاین به من میگن آقای احمدی جنگ مسلحانه، همه پاسدارا رو از سرشون برید، بسیجی ها رو برید. میدونم احساسی میگید عزیز من، ما برای آدم کشی نمی رویم ایران. هر کی میخواد بره آدم بکشه، عمهشو بکشه، خالهشو بکشه، انتقام شخصی داره، هر کاری میخواید بکنید برید بکنید. اون موقعی که اعلیحضرت وارد ایران بشن تموم شد دیگه، بکش بکش. به قول فیدل کاسترو گفت این سیگار برگی که من روشن کردم وارد هاوانا شد. گفت این سیگاری که الان روشن کردم دارم میکشم، این سیگار تموم بشه انقلاب تمومه ها، دیگه ساکت باشیم به تمرکز سر جاتون. این سیگار رو روشن کردم، هر غلطی دلون، هر کی با هر کی هر مشکلی داره بره حل کنه، برید بکشید. ما برای کشتار وارد ایران نمیشویم، ما آدم کش نیستیم، حتی آخوند کشی نمی کنیم. انسانی که بتواند انسانهای دیگر را تربیت بکند آن انسان انسان است. آدم کشی که کار نداره، خلخالی 150,000-200,000 نفر آدم کشی شد. ما اومدیم اعتیاد رو ریشهشو بکنیم، کندن 100,000 تا معتاد اگر در زمان شاه بود الان شده 5 میلیون معتاد. کشت و کشتار جواب نمیده. آنهایی که دزدی کردن به هر حال جنایت کردن، بله قانون هست، مثل آدم تمیز شیک میان اونجا میشینن، وکیل مدافع هم دارن، محاکمه باید بشن، قانون اعدام داره اعدام میشن، اعدام نداره حبس ابد میمونه، چه بدونم قانون هرچی قانون بگه. ما که وحشی نیستیم که. بنابراین اعلیحضرت وارد بازیای خارج از کشور نمیشن. چرا نمیشن؟ راحت بهتون بگم، خارج از کشوری ها دارن با هم مسئله شخصی حل و فصل میکنن، هنوز تو مصدقن، ما رو هم میکشن تو این بازی، مجبورم بیام جوابتون رو بدم. و اینو خدا میدونه من اگه بخوام با این زیر شهواری پوش قشی بی تربیت تریاکی بی ادب بی شرف نوکر انگلیس ها که من بخوام حرف بزنم، آخه کی هست که من راجع به مصدق حرف بزنم با این همه پروندگی رو شده؟ یه عامل انگلیس، عامل شرکت نفت انگلیس بود. خب ما نشستیم فقط داریم مشکل شخصی با هم حل میکنیم، افتادیم به جون همدیگه، داریم همدیگه رو میزنیم. هر کسی تو تلویزیون خودش نشسته داره به اون یکی فوش میده، اون میره عباس شاخان رو میاره به این بغل دستی فوش میده، اون یکی میره اسمال بزوز رو میاره به اون فوش میده، بعد همدیگه رو میبینن میگن درود به شرفه، از همدیگه که جدا میشن این یکی میشینه میگه 200 میلیون دلار عربستان داده به لندن تلویزیون بزنه، بعد به همون یارو میگه درود به شرفت، بعد همون یارو تو لندن میره تو توی جلسه حزب مشروطه میگه پاشیم بریم بریم میشه حسن صدقی، خب با همه با هم رفیق بشیم بریم تو اون حیات حیاتی حال کنیم. خب اعلیحضرت وارد کدوم یک از بازی ها شما بشه؟ به کدام یک از شما ناشخصیت ها احترام بگذاره؟ شما کدومتون شخصیت واقعی داری؟ حالا هی بشینید به هم بگیم پروفسور دکتر، اصلا خدا، اصلا استاد، اصلا بنیانگذار علم و دانش، اصلا دانشمند، وقتی مزدورید، وقتی به عنوان مدیر یک تلویزیون نشستی به مدیر تلویزیون دیگه داری میگی چلغوز، بی سوادا، احمقا، بی شعورا، بی ادبا، بی تربیتا، فلان فلان شده ها، من چی از تو باید یاد بگیرم؟ بعد توقع داری من با ادبیاتی چی با تو صحبت کنم؟ با ادبیات مثلا کرم و مربا؟ بعد تمام رفیقای جونجونی خودت، اون که به خودش میگه من خیلی پهلوونم و دخترش و همه که ولت کردن، بابا کسی رو میخواییم بشناسی یا رفیقش بشناس، چرا ما رو ول نکردن؟ زو بنابراین اینم دوستانی که منتقدید گفتید آقا ما مال جنبشیم، ما مال فلانیم، حرفامو قبول کردی؟ ممنونم. نکردید؟ بازم ممنونم. این نظر ماست. ما رضا پهلوی وارث تاج و تخت، فرزند آریامهر بزرگ، نوه رضا شاه بزرگ رو وکیل خودمان میدانیم. ایشان از طرف ملت ایران که بنده جزء ملت ایران باشم وکیلند که برای ملت ایران راه صحیح را انتخاب کنند. ما این وکیل رو دوست داریم. کجا باید بریم؟ به کی باید پناه بیاریم؟
این آقا اصلا وکیل بدیه. ما این وکیل بد رو دوست داریم. آقا جون تو خیابون میرید 100 تا تابلو میبینید وکیل پایه که دادگستری، آقای فلانی وکیل پایه که دادگستری، دکتر فلانی وکیل، وکیل. من به دل خودم به سلیقه خودم میرم وکیلمو انتخاب میکنم، میگم آقای وکیل لطفا شما بیا از من دفاع کن، من رفتم به من میگن تو خلاف کردی، من نکردم، تو بیا از من من وکیلمو انتخاب میکنم. آقا من وکیلمو انتخاب کردم، وکیل من اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سومه، کجا رو باید امضا کنم؟ چماق کشم، بعدم بی سوادم، ابلهم، چلغوزم، نادانم، هر چی تو میگی من هستم، وکیل من این آقاست. چی میگی شما؟ بعد شما میخواید بیاد به وکیل من فحاشی بکنید، سرشو مثلا کلا بذارید به اسم خودتون، به فکر خودتون، بعد به ما میگه خفه شو. من خفه نمیشم، تموشو داره. یک ملتی اومده تو خیابون میگه رضا، رضا پهلوی. آقا ملت شما اومدین تو خیابون چی گفتید؟ گفتید درود بر رجوی؟ درود بر مصدق؟ گفتید رضا، رضا پهلوی؟ رضا پهلوی چه جوابی به شما داد؟ گفت مردم من وکیل شما، شما مگه نیومدید گفتید وکیل من اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سومه؟ همینجا پخش کردم بالای 2000 خورده، نزدیک 3000 تا فیلماش هنوز هست. اگر ادامه میدادیم همینطوری هم میومد. میخواید امتحان کنیم؟ بنابراین ما وکیل خودمون رو انتخاب کردیم. شما برید برای خودتون سازمان بزنید، میخواید دولت در تبعید بزنید، خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم این کارو بکنید، شما ما رو نجات بدید. آقا ملت من به چه زبونی این حرفو چند هزار دفعه زدم، بازم تکرار میکنم، اگر کس یا کسانی را، شخص یا اشخاصی را پیدا کردید که توانستن نه در حد اعلیحضرت، نه نصف اعلیحضرت، نه یک سوم، نه یک هشتم، یک هزارم اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم در تمام زمینه ها بودن، به شرفم سوگن من دنبالتون میفتم. از طرف اعلی حضرت من این اجازه دارم قول بدم که اعلی حضرتم بیاد بگه باری کلا. اصلا خودشون گفتن برید کسی رو میشناسید بیایید منم میام، شما ما رو نجات بدید، به خدا میفتیم دنبالتون. اولین نفری که بیام تبلیغ بکنم خود من میام براتون تبلیغ میکنم. خب آخه رو کنید، کیه اون آدم؟ کیه اون شخص؟ کیه اون اشخاص؟ کیان اون انسان‌های فرهیخته با سواد میان پرست کیان؟ دولت در تبعید شما رو کی میخواد تایید کنه؟ بابا شما خیال کردی مگه دسته کورا طرفیم؟ خیال کردی 4 تا سناتور بازنشستگی تو واشنگتن که پول مال حزب دموکراتن 4 تا قول و قرار به شما گذاشتن، شما خیالی مثلا ما اینجا عبدالله اینه؟ شما خیالی که ما هیچ خبری نداریم چه خبره پشت پرده؟ مثلا ما نمیدونیم این که کنگر خورده لنگر انداخته این کیه؟ تو خیال میکنی مثلا من تو رو نمیشناسم، تو از ایران چمدون کشه کی بودی؟ با من خیال که من 20 سالم اینجا نشستم. از کنید برید موفق باشید، برید موفق باشید، باریکلا، آفرین، دستتون درد نکنید دیگه، شیطنت با ما کاریتون نباشه، با ما کاریتون نباشه. نشینید دو مرتبه بشینید اونجا ما کار خودمونو میکنیم. خب ما کار خودمونو میکنیم، یعنی این خیلی توش حرفه بچه جان. اینقدر خیال نکنید چون سن و سالتون بالاست گنده شدین. شطورم گنده است، فیلم گنده است، هر گنده ای که گنده نیست. مورچه رو نگاه کن به اون ریزی، عقلش 100 برابر فیله. ثابت کرد نسل خودشو نگه داشت، نتونستن آجشو ببرن، نتونستن سرشو ببرن، نتونستن لهش کنن، جز نرم تنانه مورچه. فیل با اون قدرت دیدید به چه بلایی به سرش آوردن؟ بردنش دم حوض و دندونش افتاد شکست، از ماموتا تبدیلش کردن به این که بیاننش توی باغ وحش بگن دست رو ببر بالا، ببره بالا، بیار پایین. فیل رو به رقص در آوردن، مورچه رو تونستیم به رقص بیارین؟ پس گول هیکلاتون و گول سن و سالتون و گول شناسنامه هاتون و گول پاسپورتاتون رو نخورید، گول آدمایی که دور خودتون جمع کردن نخورید. دزد میدونه دور و برش دزد هست، همتون میدونید دزدی، دزد دزد رو میشناسه، جیبورای محل جیبورای محل بعدی رو میشناسه، جیبورای محل نمیره اون محل دزدی کنه، دزد اون محل نمیاد تو این محل ضبط ماشین این محل رو بدزده، دزد هم دیگه رو میشناسه، میرن 4 تا محل اونورتر. بشین تو خودتون با هم حال کنی، گرفتی؟ جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون شماره 14
اجازه بدید جناب مهندس. جناب مهندس شماره 13 رو لطف بفرمایید. خانم آقایون قول داده بودم راجع به بنی صدر، اینم بذاریم با هم گوش کنیم. خیلی یه کشیده میخواست، من باید این قول داده بودم یه کشیده بهش بزنم. جناب مهندس شماره 13 رو لطف بفرمایید، ممنونتون میشم. مردم گوش کنید. گوش بدون سانسور. من کسی نیستم که از ناسزای پهلویچی ها بترسم، از اربابای اونها بترسم و به شما حقیقت رو نگویم. اون انقلاب بر ضد یک دوران زرین نبود، یک دوران سیاه بود. اونهایی که میخواهند ببینن اون دوران چه بود به نفت سلطه مراجعه کنن. فراوان کارهای تحقیقات اقتصادی درباره اون دوره انجام شده مراجعه کنن، ببینن که اون دوره یک از لحاظ اقتصادی هم یک دوران سیاه بود، نه تن از لحاظ استبداد سیاسی اجتماعی فرهنگی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب آقای بنی صدر، صد در یادت میاد بنی صدر میگن بنی صدر، صد در صد، صد در صد سیبیلاشو تراشید و با مسعود زد به چاک جاده رفت پاریس. گفتی دوران بدی بوده دیگه، گفتید بدی کتاب نمیدونم چیه نصر ملنا و فتح غریب بخونی، چی گفتی؟ اصلا خود فهمیدی؟ اولا یک کمی سعی کن کمتر بکشی، حالت خیلی بد شده. بعد میخوام یکی از فرمایشات گوهربارتو پخشون. دیدی بدون سانسور پخش کردم؟ آره. دوران شاه بد بود دیگه. آره. از نظر اقتصادی بد بوده، سیاسی بد بوده، فاجعه بوده. اصلا خیلی دوران بدی بوده. من دوران بدی نبوده. آره. مردم ایران بعد از 41 سال اومدن میگن ما اون شاهی رو که دوران بدی بوده، اقتصادش بد بوده، سیاسیش بد بوده، ظلم بوده، استبداد بوده، چکمه بوده، فوش بوده، ساواک بوده، فقر بوده، خیلی بدبخت بودیم، خیلی بیچاره بودیم، ما اون آدم بد رو میخوایم. خانم آقایون فرمایشات گوهربار ابولی بنی صدر رو شنیدید؟ بله. آقای مهندس لطف فرمایید شماره 14 رو پخش کنید. این آدمی که داره اینو میگه، این آدم ببینید چی داشته میگفته. برای ملت ایران هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که روحانیت اسلام تحت زعامت حضرت آیت الله العظمى خمینی امام امت ما توانسته است یکی از اسلام تحت زعامت حضرت آیت الله العظمى خمینی امام امت ما توانسته است یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جهان رو به پیروزی برساند و کمتر از یک سال از عمر این پیروزی نگذشته که اساس استواری برای زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما گذاشته شده است. هرچند من به موقع تشکیل مجلس شورای ملی در حضور اون مجلس قسم یاد خواهم کرد آنطور که در قانون اساسی آمده است، اینک نیست، این روز فرخنده را محترم می شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی
و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خانم آقای ملاحظه فرمودی اینا حکومت رو به قدرت رسوندن، به قرآن مجید هم یاد کرد، اون قسمتی هم که گفت در مجلس شورای ملی به خاطر اون جمله اکبر دزده رفت به خمینی گفت این گفته مجلس شورای ملی، دو تا تو دهنی به زدن، اومد توی تلویزیون گفت من از دهنم پریده، غلط زیادی کردم، حواسم نبوده، جنسش خیلی خوب بود، نشه بودم، گفتم مجلس شورای ملی، منظور من مجلس شورای اسلامی. آخرم به عنوان یک جاسوس، یک مزدور، کشور رو مجبور شد چیکار کنه؟ ترک کنه، یعنی ترک نکنه، فرار کرد با همین مسعود نیموجبی، فرار کرد. مأمور کی این؟ یکی از مأمورین اطلاعات سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه است که آب نمک هم اونجا خوابونش متو دیگه، چون به دردشون نمیخوره، بی آزار هم از کسی کاره به کارش نداره، همطوری هفته یه لول میندازن جلوشو همونجا داره باز خوش میچر، یه آدم بی مصرف. اینها همشون دشمنان قسم خورده یه پهلوی بودن. بعد میگه من دکترای اقتصاد دارم. بی شرف، تو که ادعا میکنی دکترای اقتصاد داری، در زمان شاهنشاه آریامه 50 سال با خوردش کاری ندارم، 50 سال دوران رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ در کنار 41 سال دوران جمهوری اشغالگر اسلامی، چه مقدار نفت اون موقع فروخته شد، چه مقدار نفت الان فروخته شد. قیمتهای دوتا نفت رو نگاه کنید، زمان شاهنشاه مثلا ما 100 دلار فروختیم، زمان خمینی، زمان جمهوری اسلامی 1000 دلار. ما با اون 100 دلاری که در دوران شاهنشاه آریامه نفت رو فروختیم تبدیل شدیم به پنجمین ارتش غیر اتمی جهان و جزو 10 اقتصاد برتر جهان بودیم که ریال ایران 6 تومن و 8000 بود در برابر دلار. خب در دوران جمهوری اسلامی 1000 دلار پول نفت اومد توی صندوق مملکتمون، اون دلار رسیده نمیدونم به چقدر، 16000 تومان، 17000 تومان، اصلا اون پوله دیگه پوله، اون ریال زمان شاهنشاه الان همینه، همون ارزشو داره. کسی میشناسه تو خارج از کشور این ریالو؟ در خارج از کشور در زمان شاهنشاه آریامه شما پول ایرانی رو در هر مغازه‌ای، در هر بانکی، در هر فروشگاهی میبردی خرجش میکردی، معادلش تو آلمان میومدی 1000 تومانی میدادی، بهت 500 خورده مارک تحویل میدادن. الان شما یک گونی پول جمهوری اسلامی رو بیار تو آلمان، خیلی بخوان بهت چیزی بدن، زنگ میزنن پلیس میگن این دیوونه رو بردا ببر، معلوم نیست این کاغذ توالت رو از کجا برش آورده، مخصوصا اونجا که عکس خمینی روشه. و تو دکترای اقتصاد داری؟ وقتی میگم شرافت اخلاقی در سیاست مهمه، اینه تو حقت دشمن پهلوی باشی، تو حقت مخالف پهلوی باشی، تو حقت منتقد باشی، تو اصلا حقت دشمن تا ابدالآباد دشمن پهلوی باشی، ولی حقت نیست شرافت رو زیر پا بذاری. اگر بیان من سرم رو زیر گیوتین بذارن بگن خمینی مثلا در جنگ عراق و ایران خمینی خوزستان ایران رو از دست داد، من نمیگم این حرفو. چرا؟ تمامیت ارضی کشور ما در دوران خمینی به خاطر رشادت ملت ایران حفظ شد، نه که خمینی دلش میخواست. ولی شما نمیتونی تو تاریخ بنویسی در زمان حیات خمینی مثلا یه قسمت از خاک ایران رفت. هر کسی حرفو بزنه در قرض این، با تمام دشمنی که من با خمینی دارم، ولی شما نمیتونم به عشق خودم تاریخ اونجوری که دلم میخواد بنویسم. انقدر ننگ اون مردک داره که دیگه اصلا احتیاج نیست دروغ واسش بنویسی. تاریخ رو اونطوری که هست باید بنویسی، تاریخ واقعیتایی که داره باید بنویسی. دوران شاهنشاه آریامهر پس از 1400 سال که از حمله تازیان گذشت، طلایی ترین عصر تاریخ ایران بوده. اینقدر بشین زر بزن تا خسته بشی، مردی که تریاکی بی شعور شیره ای، تریاکی هم نه شیره ای، همیشه یه چیز انداخته تو دهنش داره میجوه، یه نخود همیشه تو دهنشه، مجبوری مگه اینقدر چیز ببین آخر عاقبت آدم تریاکی اینطوری میشی، یا بعد از بازارچی آگهی‌ها رد بشی چرت بزنی جلو دوربین، یا اینطوری بعد بی پرت و پلا بگی. چرا؟ چون کشیده هایی که تو این 3-4 ماه خوردی از من خیلی دیگه مثل که مرزت خراب شده. چشمت گوشه به تمک سر جا خودت هم انقدر لوس نکن. یک دو سه تا از دوستان عزیز، من خدا رو شکر تونستم به همه کارهای خودم برسم امشب، البته اون قسمت رو
گفتیم حالا یه شب راجبش صحبت میکنیم. برای من یه چیزایی میفرستن از افراد جمهوری اسلامی، من جواب نمیدم. بعد یه سری به ما میگن آقای احمدی خب به هر حال اینا برگشتن، آدمایی که به طرف ما برمیگردن ما باید با آغوش باز قبول کنیم، سیاست نرم به خرج بدیم. اولا ازتون خواهش میکنم در تلگرام به من درس سیاست ندی. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون، شما منو نصیحت نکنید. من میدونم دارم چی کار میکنم، انتقاد بکنید، ولی از این نصایح خواهشم وقت خودتون رو نگیرید. یه چیزی من براتون پخش میکنم، خودتون گوش کنید، نگاه کنید و قضاوت بکنید. این الدنگی که الان براتون پخش میکنن که من اسمشو نمیدونم، نمیخوامم بدونم، میاد میشینه جلو دوربین میگن که نمیدونم اخراج شد در تلویزیون، نمیدونم چی شد و اینا، بعد میگه تا اردیبهشت یه اتفاقاتی قراره بیفته، این قیمتا میره بالا، این میاد پایین. خب اولا تو این اطلاعات از کجا داری؟ دوما اصلا تو کی هستی که میای میشینی اظهار نظر میکنی؟ سوما کسی که به این صراحت بیاد جلو دوربین بشینه اظهار نظر بکنه، تو ماموری. مثل عادل فردوسی پور، مثل مهناز افشار که فرستادنش خارج از کشور. نه آقا اینطور نیست، خوب نیست، تو نظرته. منم چرا فقط شما حق دارید نظرتون رو بدین؟ منم حق دارم نظرمو بگم. شما نظرت اینه که اینطور نیست، من نظرم اینه که همینطور هست. بعد شما یه چیزی رو هوا میگید، من با سند میام ثابت میکنم. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون شماره 15 رو پخش کنید. خانم آقایون نگاه کنید، آیا این شخص مأمور هست یا نه؟ آره، یه خستگیتونم در میره در ذهن، بد نیست. ترانه یکی از این مطربای لس آنجلسی رو داره میخونه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همیان عزیز ما با ایدی احمدی عزیز $10، دستت درد نکنه احمدی عزیز، یعنی خودم، دستت درد نکنه، لطف و محبت کردی، خیلی ممنونم ازت. بانو منیر و آقای خسروی عزیز از تورنتو $50، سارای عزیز و کوروش عزیزم دونی $10، با جاوید شاد، دست شما درد نکنه. بانو منیر و آقای خسروی گل و سارا و کوروش عزیز ما همیشه لطف و محبت میکنن از تورنتو، با جاوید شاد، دستتون درد نکنه. خانم آقایون، من دو تا سوال رو مطرح میکنم. یک، اگر جمهوری اشغالگر اسلامی تا این حد دموکرات شده که این الدنگ بیاد اونجا، اولا این لباسی که پوشیده چی بود؟ این پالتو بود؟ این چی بود پوشیده بود؟ مثلا مد؟ حالا کار نداریم، به هر حال دیگه همه گفتن، ما به همه گفتیم زده، تو هم بگو زده. اگر جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکاران تا این حد دموکرات شده که بشینن تو اون هتله و حالا هر جا بشینن اونجا و بشکن و بالا بندازن و این بیاد اینجوری قهر بده و که مردشون رو قیافت رو ببرن که چقدر من بدم میاد از این مرد لوس، اینجوری خاک بر اون سر هرچی مرد لوس، حضورتون عرض کنم که بعد بخونه و فلان اینا و به همین سادگی.
خب پس ما اینجا نشستیم چیکار میکنه؟ خب خیلی باز اوکیه که بعد همین جونور بیاد بشین جلو دوربین پخش بکنه تو دنیای مجازی که یه خبرایی داره میشه. خودتون به عقل خودتون رجوع کنید. میشه همچی چیزی؟ اگر آره خب دمتون گرم. من قبول نمی کنم. جرم داره که قبول نکنم؟ من قبول نمی کنم. این عامله، این ماموره، اینم یه ماموریتی داره. محال ممکنه تو کت من یکی بره این حرفا. اینا همشون عاملن، همشون مامورن. در این موضوع هیچ شکی ندارم. هر کس در برابر دوربین های جمهوری اسلامی بنشینه و به قول منتقد من یکی نمیتونم قبول کنم اینا ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیستن. هیچ کدومشون. اکبر گنجی مامورشون بود که فرستادن خارج از کشور. عباس شرماور مامورشونه، فرستادن خارج از کشور. معصوم قمی مامورشونه، فرستادن خارج از کشور. حالا تازگی ها بچه ها برای ما ایستاده میرسن. آقای احمدی اگر اینطوره اعلیحضرت چرا مصاحبه میکنه یا ولیعظمت یاسمین چرا مثلا صحبت میکنه راجع به ایشون اینا؟ چرا نمیفهمی؟ شاه مملکت، ملکه مملکت حکم پدر و مادر رو دارن. نمیتونن بگن من از این بچه‌م خوشم میاد از اون بچه‌م بدم میاد. مسئله اعلیحضرت، مسئله اولیا حضرت، مسئله شخص اول مملکت داستانش فرق میکنه. درک کنید این مسائل رو. دیگه با چه زبانی باید بگم؟ اعلیحضرت نمیتوانن نقشی که باید بازی میکردن و بازی نکردن که ده ها تهمت به این بانوی بزرگوار زده شد. چرا؟ به دلیل اینکه اولیا حضرت مجبور بودن با یک بخشی که چپ جامعه ایران بود در ارتباط باشن، همون بخشی که اومدن توی تئاتر و سینما و غیره وزاره. چی کار باید بکنه اولیا حضرت؟ باید بگه خفشی نیای؟ مگه میشه همچین چیزی؟ مگر اعلی حضرت با هنرمندان ایرانی که حتی اعلی حضرت میدونستن این طرف چپه، مثل پرویز فنی‌زاده، مگر اینا این افراد رو به حضور نمیپذیرفتن؟ مگر در جشنواره اعلیحضرت شرکت نمیکردن؟ دست میدادن، اونا دست اعلیحضرت میبوسیدن، دلا میشدن، خم میشدن؟ همون گروه دایجان ناپلئون، سریال دایجان ناپلئون، مگه نیومدن؟ مگه با اعلیحضرت دیدار نداشتن؟ اعلیحضرت با چی بگن؟ بگه من با تو حرف نمیزنم، با تو حرف نمیزنم، تو هم مثلا فلانی؟ اعلیحضرت نمیدونستن اینا جریان چیه؟ مسئله پادشاه با مسئله ملکه فرق میکنه. اینا رو از هم خواهش میکنم جدا کنی. حضور شما عرض کنم که من یه بار اسامی دوستان عزیز رو عرض کنم خدمت شما. بازم ازتون ممنونم بچه ها، خیلی لطف و محبت کردید. جناب مهندس لطف بکنید شماره 12 رو نشون بدید. اینم حتما باید پخش میکنم، خوب شد یادم بود. شماره 12 فرمایشات اعلیحضرت رو گوش کنید در مورد ارتجاع سرخ و سیاه که دلیلش هم همون جریانی که براتون گفتم سر جریان فروهر و مجاهدین و نمیدونم سازمان تروریستی مجاهدین و چپ وابسته و غیره و زاله. ببینید چقدر زیبا بیان کردن. کی فهمید که اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ فرمایشاتشون چیه؟ اصلا چی داره این بنده خدا میگه؟ امان از دست خائن که خیانت پدر ملت ایرانو در آورد. خیانت، آنچه که پدر ملت ایران رو در آورد خیانت، خیانت، خیانت. هنوزم داره خیانت میشه. چهار تا آدم بی سواد جمع شدن دور هم دیگه، خیال میکنن که خیلی حرفها. یه مش آدم بی سواد تصور میکنن که همه باید مثل اینا بی سواد بشن. بابا شما باید سعی کنین خودتون رو بیارین بالا، برسید تا نزدیکای مچ پای رضا پهلوی. اون آقا نمیتونه خودش رو بیاره پایین در حد تو چلغوز بی سواد بشه. چرا نمیفهمید اینو؟ بابا بی شعورا، چون خیال کردین 4 دفعه جلو دوربین نشستین مگه خبریه؟ مگه کسی شدین؟ خیال کردین 4 تا رفیقای خودتونو میارید رو خط بهتون میگن درود به شرفت؟ یا اون احمقی که میاد میگه که من رفتم اعلی حضرت نمیخواست اون پاس چیز بخونه، صدای انقلاب شما رو شنیدم و بخونه، بعد ما رفتیم آقای قطبی اومد، این اومد. آقا جان ریشه این بازیات در اومده. ما خودمون بچه اینترنتیم، ما خودمون تو دنیای مجازی بزرگ شدیم، ما این جنگولک بازی ها رو بلدیم. تو بخوای بگی فه، من تو فرزاد نشستم دارم کباب کوبیده میخورم. بچه بچه هم نه، بچه
بشین سر جادی محمد، پول از مردم دزدیدی، برو برو بابا تموم کار دیگه، دیگه همه جات ورم کرده، هر جا که قرار بوده لاغر بشه ورم کرده، اونجا که قراره ورم بکنه لاغر شده. برید ول کن، جمع کن کاسه گوزاتو بابام جان، برو نکن انقدر، انقدر صد دفعه بهت میگم انقدر خودتو به ما نمال، واسه حرف در میارن دیگه، چقدر بهت بگن تو دنیای مجازی بچه پر رو. جناب مهندس خواهش میکنم لطف فرمایید شماره 12 رو. ممنونتون هستم. Voyons, Majesté, ce qui se passe en Iran depuis quelques mois. Vous avez dénoncé les responsables des émeutes comme étant des marxistes islamiques. Comment peut-on être à la fois marxiste et islamique? Mais c'est eux qui s'appellent comme cela. Ce n'est pas nous qui leur avons donné ce titre. Ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme cela. Et justement, c'est exactement la même question que nous nous posons. Comment peut-on être marxiste et religieux en même temps et croire en Dieu, puisque l'un n'y croit pas et l'autre soi-disant y croit. C'est quelque chose de, enfin, une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse prétendre. Quelle est l'identité de l'opposition en Iran? Aujourd'hui, c'est la destruction. Aujourd'hui. Détruire, ensuite, évidemment, dans la plupart des cas, comme vos terroristes en Europe, je me demande s'ils savent avec quoi ils veulent remplacer leur existence. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرم. لطف موقعت کرد. روانت شاد، روحت شاد شاهنشاه. روحت شاد، روانت شاد، آسوده بخواب. خدایگان ایران، ما بیداریم. آسوده بخواب. روان شد ما رو ببخش. اعلی حضرت نفرین دنیا رو گرفت، از ایران و خاورمیانه کار گذشت، نفرین دنیا رو گرفت. آسوده آسوده بخواب، خیلی دیگه آسوده بخواب. روانت شاد. اونایی که بهت نامردی کردن همینطوری دارن دست دسته دارن میرن تو کوره. خدا دروغ نیست، اون اوستا کریم جا حقش نشسته. چوب خدا صدا نداره، وقتی میزنه دوا نداره. آسوده بخواب آریا مهر. روحت شاد رضا شاه، روحت شاد شاهنشاه. زنده و جاوید با سلطنت پهلوی. برت میگردونیم با تمام توطئه‌هایی که داره میشه، که دارن میگن نگه دارید هنوز جمهوری اسلامی رو، و هنوز ایستادن که جمهوری اسلامی بمونه، میبریمشون. درز مردم، اینا که تو ایران هی میگن لاریجانی کرونا گرفت، این کرونا گرفت، دروغ دارن، در میرن، میدونن چه خبره، خودشون میدونن چه خبره. بانو هرمزیان 50 دلار لطف و محبت کردید. سرکار بانو هرمزیان 50 دلار، بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. یک بارم اسامی رو بگیم و از خدمتتون مرخص بشیم. مهین بانو امینی 100 دلار با جاوید شاه، سپاس از شما. رامتین 50 دلار، زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، سپاس از شما. جمشید آلمان 100 دلار جاوید شاه. فرنگیس فرانکفورت 50 دلار جاوید شاه. همایون انجمن تاج پادشاهی لندن 25 دلار جاوید شاه. فرشاد 100 دلار جاوید شاه. مینا لس آنجلس 50 دلار جاوید شاه. احمدی عزیز 10 دلار جاوید شاه. خسرو و منیر 50 دلار از تورنتو. سارا و کوروش هم 20 دلار نوه دو بزرگوار، سپاس از شما. جاوید شاه و بانو هرمزیان هم 50 دلار، بازم با جاوید شاه، به کوری چشم دشمنان پهلوی. ملت ایران، بیایید بالای پشت بام ها، روی بالکونا یا در پنجره ها رو باز کنین. همین کاری که این جوونه عزیز کرمانشاهی، این پهلوان کرمانشاهی کرد. ساز و دوحل هم اگر ندارید نمیخواد. سرود ای ایران رو بخونید برای روحیتون. تو خونه هاتون فقط نشینید، تکون بخورید. ملت ایران، سرود ای ایران رو بخونید. همه تون با هم دست جمعی بخونید، آهنگینش کنید، بخونید. از حال و احوال هم با خبر باشید، آماده باشید، همیشه در حالت قیام باقی بمونید.
لباس رزم همینطوری باید تو تنتون باشه، لباس سربازی رو باید همینطوری بغل دستتون نگه دارید، هر لحظه آماده قیام باشید، هر لحظه آماده گرفتن بازپسگیری ایران از فرقه تبهکاران باشید. گوش کنید من سرباز بهتون چی میگم. بیایی از همین امشب توی بالکناتون، تو بالا پشتبونتون، دم پنجره هاتون با هم تو شروع کن، نفر اول باشی، منتظر نفر اول نباش، شروع کنید بچه ها، مخصوصا تو تهران شروع کنید و سرود ای ایرانو بخونید. هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اونا از شما ترسیدن، بدطوری هم ترسیدن. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه. سپاس از جناب آقای سیاوش گرامی، ممنون از همه شما خانم و آقایونی که لطف و محبت کردید، همیاری کردید، بی نهایت ازتون ممنونم. دست همتون درد نکنه. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تنها امید واقعی ملت ایران، که یه مچلقوز خیال میکنن که امید ملت ایران رو با اعمال احمقانه و ناشایست و در این حال به عنوان مزدور میتونن تنها امید واقعی ایران رو، تنها مهره باقی مانده رو بسوزونن. خیلی احمقی که همچین فکری میکنید، که من میدونم همچین فکری رو میکنید. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم جمهوری اشغالگر اسلامی میبریمتون. پاینده ایران جاوید شاه، شاد و پیروز باشه.